بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه 17 نوامبر سال 2017 میلادی برابر است با 26 آبان ماه 1396. در ایران مهمترین خبر همون ماجرای زلزله هست و اینکه از طرفی مردم دارن کمک میکنن، از طرفی دستگاه های دولتی اونجوری که باید و شاید منظم و مرتب نبودن، بعضی ها حتی سوء استفاده میکنن. همیشه اینجوری بوده، اون ماجرای پتوی سربازی و اوورکوت سربازی تو بازارهای ناصر خسرو و نمیدونم تو شیراز گود عربان فروش میرفت، همش این سوء استفاده هاست. ولی متاسفم که بعضی از ماها فکر میکنیم جیمز باند شدیم و یک چیزایی رو پیدا کردیم که هیچ کس شعور و فهمش رو نداره و ما باید بگیم. مثلا عکس یه آخوندی هست رفته وایساده که آماده بشن یه ویدیو پر کنن. حالا دوستان اون ویدیو رو ندیدن یا عمدن فقط عکس آخونده رو گذاشتن. متاسفانه خود منم پخشش کردم که نگاه کنید مردم زیر آوارن ولی این آخونده رفته فقط عکس گرفته، در صورت که اتفاقا به نظر میرسه این آخونده خوبیه، چون اولا به مردم میگه که کمک کنید، بعد میگه این کمک ها انجمن ایران زمین یه همچین چیزی. و خیلی متاسفم برای خودمون، چون من اینو بارها گفتم، اجازه بدید یه بار دیگه هم این ماجرا رو تعریف کنم. اگر براتون تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده میتونید که اقلا تصور کنید. تصور کنید شما با دوستتون سوار ماشین میشین، ایشون هم رانندگی میکنه، میخواین برین دیدن یه دوست دیگه‌تون. یه نفر که خلافکاره، یه بچه‌ای با دوچرخه با موتورسیکلت تو خط عابر پیاده، خلافکار اونه، میاد جلو ماشین دوست شما. دوست شما که حق باهاش هست میزنه ترمز، دوتاتون نزدیک سرتون بشکنه بخوره تو شیشه و اینها، عصبانی میان پایین و این دوست شما به حد عصبانیه که این بچه رو میگیره میزنه زیر مشت و لگد. نگاه کنید شما این بچه رو نمیشناسید، این دوستتونه، شما هم میخواین سوار ماشین این بشین به مقصد برسی، جلوشو میگیری میگی آقا چه خبرته، کوتاه بیا، این کاری که تو داری میکنی درست نیست. بالاخره مردم میان، پلیس میاد، شما رو جدا میکنه میره. این دوست شما از شما ناراحت میشه که چرا طرفداری کردی از کسی که نمیشناسیش، چرا طرفداری کردی از کسی که مقصره، خلافکاره. دوستان امروز جمعه است، محض رضای خدا اگه به خدا باور دارین، محض رضای طبیعت اگه به طبیعت باور دارین، یک کمی کلاهتون رو به اصطلاح قاضی کنین، یک کمی وجدانتون رو بیدار کنین. شما کاری میکنید که دوست شما میره طرفدار کسی که خلافکاره. دوستمون آقای خوشنودی شیرازی عزیز، جوان باهوش، یک ویدیویی رو گذاشته، نوشته نگاه کنید این مردکه سردار، به جای سردارم نوشته تهدار، اینا ته هم براشون نمونده، ته هم ندارن، ناراحت نباش. نگاه کنید تلفنش خاموشه یا تلفنش در حال چیزه ولی داره ادا در میاره. خب منی که تلفن آیفون دستمه دارم میدونم که آقا این چیزی که شما دارین نشون میدید دروغه، اشتباهه، یا اشتباهه، میدونی دروغ داری میگی یا نمیدونی اشتباه میکنی. برایش مینویسم عزیز من به نظر میرسه که این تلفن رو زده یه نفر دیگه اومده رو خط، برای که این تلفن های آیفون شما وقتی زنگ میزنی اون قرمز و اون سبز و اینا وسطشه، ولی وقتی یکی به شما زنگ میزنه اون میاد این کنار یا این کنار، یکیش به شما میگه میخوای اینو قطع کنی به اون جواب بدی، یکیش میگه میخوای اینو هولد کنی به اون جواب بدی. مثل کال ویدینگ داشتیم اون موقع تو ایران، مثل که بهش میگن خط دوم. بعد برای مجید که نوشتم به جای این که بگه آره درست میگی، خود منم متوجه شدم، برم به دیگرانم بگم
میگه آقا شما هم شدی مثل آیت الله حائری، از همه چی ایراد میگیری. مجید جان اگر افراد نبودند که ایراد بگیرند که آقا سرده باید در قار رو ببندیم، آقا این قار سرده باید بریم توی خونه ای که گرم باشه، آقا این خیابون باید سنگ و ناخاله نباشه آسفالت باشه، آقا این ماشین چرخ چارگوش نباید باشه باید گرد و دایره ای باشه، آقا بابا والا بلا به خدا بعض وقتا من ناامید میشم. ما همش میگیم امیدمون به جوون هاست، ما که ببخشید دیگه پامون لب گوره. آره اون روزم خانم شهرناز خزایی از من ایراد گیره تو شما آقا چرا به پیرا توهین میکنی. ببینید دوستان اگر یه آدمی اهل آبادان باشه، یکی اهل شیراز باشه، اگه من جوکای شیرازی بگم نه شیرازی ها دلخور میشن نه اونایی که اونجا نشستن. این ماجرا تو آمریکا هم هست و ردنکا گردن سرخای آمریکایی کلومی چی بهشون میگین شما، اینا جوکای خودشونو میگن، سیاه‌پوستا جوکای خودشونو میگن، تو جوکاشون به خودشون نگرم میگن، هیچ ایرادی نداره. دوست عزیز منم پیرم شما هم پیری، خود منم اینجام اینجوری دیگه الان مثل بوغلمون داره چروک میشه. بحث من اینه که رادیو تلویزیون پابلیک که طرف خانم 80 سالش هنوز نشسته اونجا، میگم آقا خانم برو بذار یه جوان بیاد اونجا، که برنامه پابلیک تیوی هم به همون اندازه جذاب بشه که برنامه حالا نگفتیم مثل فاکس نیوز بیا لنگ و پاچتو بنداز بیرون، گردنت هم تا اینجا سرخ کن، باز کن، موات هم اگر بلوند نباشه راد ندن. من نمیدونم ما دوستان بعد خیلی جالب، حالا یکیشون به شوخی نوشته بود کامنت، گفتم این چیه کامنت، گفت آخه شما تو برنامه گفتید فقط یه کامنت بزنی. من از این شوخی های یه کمی بیمزه میگم، مثلا یه نفر گفته بود یه حسابدار میخوایم که 4 سال تا 7 سال تجربه داشته باشه، یکی نوشته بود من بیش از 7 سال تجربه دارم پس من رد میشم، یا گفتم بهتون یکی نوشته بود یه لباس عروس اوردر دادم و این لباس وقتی رسیده اندازه نیست و اینا میخوام بفروشیم، یا آقای زیرش نوشته بود که من اینو میخرم به شرطی که یه عروسم برام پیدا کنید. نمیدونم بعضی وقتا آدم خندش میگیره همون موقع، ولی یه کمی جدا کنیم قسمت های جدی رو از خنده و شوخی و اینها. در هر صورت مجید عزیز، اولا اگه اون ویدیو رو داری که من میگم یا آخوندی رفته وایساده عکس گرفته بعد معلوم شده بابا این آخونده تازه به مردم میگه بیان کمک کنید و نمیدونم ایران آزاد یه هم چیزی و اصلا فرق میکنه با اون آخونده، و شما کاری نکنید که بنده که دوست شما هستم تو این ماشینه هستم به خاطر اینکه شما نمیتونی خودتو کنترل کنی شما میزنی بچه رو، منم برم دوست چی میگن طرفداری از اون بچه ای کنم که نمیشناسم، یا طرفداری از اون راننده ای کنم که خاطی بوده. امروز ساعت 4 بعد از ظهر جلسه 155 برنامه آقای حسن ارشاد رو براتون پخش میکنم. این برنامه تیترش هست فتنه جدید بهائی نیوز به بهانه کمک به زلزله زدگان، و برید ببینید دیگه. حالا یه فیلم دیگه هم دیدم دیروز، یه نفر رفته نمیدونم مهاباد یا سر پل ذهاب فیلم برداری کرده. ببینید دوستان این ماشینا اومده اینا کمک‌های مردمیه، ولی اینجا که وای میسن این ماشینای کوچیک‌تر نیسانا بود اون وقتا، مثل که حالا بهش میگن سایپا، سایپا اینا رو میبره به اسم آخوندا و اینها میده به مردم. آقا حالا که آخونده داره کار میکنه، اینم آخوندای گردن کلوب که نیستن که، معمولا این طلب ملبه ها، حالا که داره کار میکنه میره آب پخش میکنه میره نون پخش میکنه، من و تویی که نشستیم آمریکا و اروپا فضولی میکنیم بگه اینا هم این کار رو نکنن، بذار بره انجام بده. آخه ما چقدر نادانیم چقدر احمقیم. من بارها از این دوستمون میپرسم آقا خانم شما که هی میگید آخونده اومدن، یه سری هی میگن ما 1400 سال بعد شدیم، یه سری میگن ما 40 سال بعد شدیم. میگن اولا تکلیفتون رو معلوم کنید ما کی بعد شدیم، 1400 سال پیش، یعنی شب مسلمونا که اومدن به اصطلاح غالب شدن و ما مغلوب شدیم، یه دفعه همه ما بعد شدیم. عجب ملتی بودیم، عجب فرهنگی داشتیم، مثل دست نماز به یه گوزی باطل شدیم. این همه فرهنگ 10,000 ساله شاهنشاهی به یه عربی که آمده ما همه بد شد. خب حالا اون موقع رو میذاریم کنار،
خوب بودیم و جشن 2500 ساله گرفتیم و ما چنیم و ما چنانیم. خمینی آمد، خمینی که آمد یه دفعه ما 22 بعد بهمن 57 همه بد شدیم. عزیز دل من نمیخونه، حرفتون درست نیست. هر کدومتون میخواین بیان مهمون برنامه من باشین صحبت کنین. من امروز با اجازه آقای حسام آقا، اجازه چیه بنده خدا الان نمیتونه ببینه، انداختمش بیرون. آقا میاد اولا حالا به انگلیسی که مینویسه هیچی، بعد به همه حمله میکنه هیچی، بعدم طبق معمول نه عکسی داره نه اسمی داره نه حسام آقا. ما یه فامیلی هم داشتیم اتفاقا اسمش حسام آتشی بود، این بنده خدا دیوونه بود، از بچگی دیوونه بود، همینجوری لخت مینشست تو خیابون و تو کوچه و اینا، آخرم در جوانی مرد. چون تو ایران وقتی یه اشکالی داری قایمت میکنن، این بنده خدا رو زیر پله قایم میکردن، این طبقه دوم که میرن این زیر پله پرده انداخته بودن و ما بچه بودیم، بعضی وقتا ما میرفتیم اذیتش میکردیم، صدا میدادیم. این بنده خدا واقعا که چه ملتی بودیم، ولی ما خوب بودیم. ما 1400 سال پیش بد شدیم، ما خوب بودیم. ما 22 بهمن، عصر 22 بهمن بد شدیم. دو تا ویدیو از آقای، یعنی دو تا ویدیو آقای بهرام خسرو بهرامی فرستادن. یه دوست دیروز اومد اونجا گفت آقا مصاحبت با منوچهر قربانی دیدم، عجب بود، مصاحبه بود. گفتم منوچهر قربانی، محمد قربانی؟ من آقای محمد قربانی رو سالها اینجا میشناسم ولی هیچ وقت با ایشون مصاحبه نکردم. و منوچهر قربانی کیه؟ حالا میدونیم ما محمود قربانی هم داریم که شوهر قبلی گوگوش بوده و اینها، و اونم هنوز فکر میکنه جوان 22 سال است. بعد گفت بابا همین فوتبالیسته اتفاقا این بچه محل ما. گفتم بابا این اسمش خسرو بهرامیه. بله خود من اشتباهی بعض وقتا میگم بهرام خسروی، ولی تو دیگه خسرو بهرامی کجا، منوچهر قربانی کجا. در هر صورت ایشون گفت برنامه خوبی بوده و بیشتر ایشون بیاد صحبت کنه. گفتم والا دیگران هم گفتن، ما هم بهشون پیشنهاد کردیم و ایشون بیاد به اصطلاح از طریق اسکایپ، چون من حقیقتش درست نمیبینم ایشون از نیویورک هی بیاد بره. یادمه اون وقتا موقعی که اول این بود که تلویزیونای چیز را افتاده بود، ماهواره اولش هم نبود، اولی بود که توی ایرانیا رونق پیدا کرده بود. یه آقایی بود از آقا اسی از نیویورک میومد، کلیمی بود، فرش میفروخ اینا. با چه بدبختی صوبا بذارید من اینجا بنویسم دوستان سوربی با مردم بیام خدمت، اجازه بدید سوربی با مردم. بله ماشین رو بار میزدن با این فرشا را میفتادن میمدن اینجا، پن کن بفروش، خاک، گرد، غبار، خدا میدونه. خود من رفتم دکتر، دکتر گفت یه چیزای عجیبی تو چشمته، کجا میری؟ گفتم هیچ جا. بعد معلوم شد این گرد و غبارای اینجا همینجوری میچرخه، اونجا که توی گاراژی بود تهویه مطبوع اینا نداشت و این پشمای قالی رفته بود تو چشم من. و هرچی هم طبیعی باشه باز چشم آدم وقتی یه چیز خارجی میره داخلش بهش حساسیت نشون میده. خلاصه چی میگم، آره می اومدن فرش میفروختن. بعد برنامه که تموم شد ساعت 11 12 شب تازه این فرشا رو دوباره باید میریختن توی مینی ون، توی ون برمی داشتن میرفتن. من همش نگران بودم اینا 4 ساعت رانندگی میکنن و فکر کردم خب چرا یه شب نمیخوابن اینجا، یه هتل بگیرن 50 دلار 100 دلار بخوابن، صبح دوش بگیرن سر حال برن. خلاصه اینه که من راضی نیستم که آقای خسرو بهرامی بیاد اینجا، ولی اگه بخواد میتونم یا براش یه بار برم اونجا ستاپ کنم یا از طریق کامپیوتر ریموتلی، یعنی کنترل از راه دور ستاپ کنم و الی آخر. ضمناً عذر میخوایم باز ازتون که برنامه آقای کوروش سلیمانی بعد از 3 هفته که قول دادیم و وعده و وعید و منتظر یه برنامه خوب بودیم و اتفاقا یه عکسی فرستاده بود دیروز که اینو در برنامه آینده نشون میده که آقای فلانی تو نمیخواد بری حکومت جمهوری اسلامی رو بریزی پایین، تو بیا پولی رو که اینجا کلا سر مردم گذاشتی پس بده. و از این برنامه ها زیاد دیدین، آقای زیا میاد تو برنامه یکی زنگ میزنه میگه آقا این طرف کامپیوتر برای من فرستاده بهم نرسیده، اون یکی میاد میگه آقا من فرش خریدم اینا نفرستادن و الی آخر. امیدوارم یه روزی برسه که این عربا برن، یه روزی برسه که این اسلام بره و ما دوباره اون فرهنگ عالی خوب ایرانی رو داشته باشیم، هممون بشیم فرزند کوروش. ای بابا فرزند کوروش هم که برادر خودشو میکشه، تا
کمبوجه و بردیا برید داستانش رو بخونی، همش از نخوندنه. ضمناً داشتم میگفتم که آقای خسرو بهرامی دو تا فیلم فرستادن، یکیش به نام طیب حاج رضایی از تولد تا اعدام، اتفاقا توی اون پسرش بیژن حاج رضایی هم صحبت میکنه، و یه فیلم دیگه از به نام مشکلات ایرانیان سال 1158 بذبخشید 1353 حق داشتن انتخاب کنن. یعنی یه جوری به تنه از این دوتا فیلمو از دیروز روی مردم تیوی گذاشتم نشون دادم. آقای چمنارا هم دربارش یه چیزی نوشته، بذارید من اگر بتونم اینو براتون بخونم. آقای چمنارا نوشته که سد کجکی یادت هست که سیستان و بلوچستان را نابود کرد؟ نه یادم نیست. طبق توافق ملوکانه با آمریکا برای تولید خشخاش در افغانستان، میگویند انحصار قاچاق تریاک به شاپور، غلامرضا و اشرف داده شد. طیب هم یا طیب، تهرونی ها میگن طیب، طیب هم وارد میدان شده بود و این رقابت به اعدام او در آبان 1342 ختم شد. بهتر است وقتمان را به این داستان ها که سندی برایشان نداریم صرف نکنیم، باید به با آینده و تغییر قانون اساسی و قرآن راستین فکر کنیم. سهراب چمنارا. یه چیزی من درباره سهراب چمنارا بهتون بگم. به نظرم میاد سهراب چمنارا این همه تکرار مکررات میکنه، بعضی از دوستانم میگن مثل یک گرامافونی. دوستان بذارید من این آقا رو بندازم بیرون به عزیزتون. مهدی راستین، خدا شفاعت بده. کی شفا بده؟ من فعلا شما رو پاک میکنم، یه بار دیگه چیزایی بندیسی که ربطی به برنامه نداره اخراجی. بله، خامنه‌ای هم به اکبر کوسه پیوسته. تو فاز چیه که به اسم رضا پهلوی مطلب می‌نویسی آیاتو؟ من نمی‌دونم اینا آقای مهدی راستین، من دیدم قبلا شما، ها یکی دیگه هم آخه اومده به نام رضا پهلوی. بابا اونو پاک کنید، بندازید دور، اونو به من گزارش بدید تو منم اونو پاک کنم. حالا میدونم دوستمون میگه آقا قرار شد شما تا ساعت 3 سری به بذارید، من این رضا پهلوی رو اصلا به اصطلاح بلاکش کنم، چون این بدبخت احمق هر کی هست نوشته رضا PHLVI، چون پهلوی اصلی نیست. اینو باید ریپورت کنیم، بنویسیم که این پروفایل، بذارید یادتون بدم شما هم انجام بدید وقتی میرسید به این آقا، به جایی که بیای شما بنویسید شما آیا کی هستید که اینجوری میکنی. کامرای سه اون روز بود من هی بلند میشدم، یاد گرفتم یه کاری به جای بلند شدم اینجوری برم و بیام اینجوریش کنم. ببینید میایم فوری report this profile، میگه continue، میگه که بهش بگید که این چی میکنه، یه نفر دیگر رو به اصطلاح نشون بده به جای خودش، رضا پهلوی. بعد میگه که someone I know a celebrity، بگو بله، میزنی میری. اینا رو باید ریپورت کنید، یعنی شماها که دارید از این استفاده میکنید باید. بعدم میگی اسمشو می‌نویسی رضا پهلوی با اسپل درست، فیسبوک نگاه میکنه میکنه بیرون. فیسبوک الان یه خطر بزرگی رو متوجه شده که داره میشه فیسبوک. ایشون نوشته رضا ننوشتم. خب هر کی هستی داری کار غلطی انجام میدی، رضا ننوشتی، پهلوی هم ننوشتی، برو بابا من اصلا پاکت کنم بذارم بری دنبال کار زندگیت. و اینجا مثل که یک دیدید بدبخت، مثلا طرف نزدیک عید بود خونهش رو رنگ میکرد و دیوارش رو اینا رو تمیز میکرد، بعد یه احمقی مثل این آقا میمد با اسپری و با گچ و اینا برمیداشت دوروبرش چی مینوشت. این هم همینجوره. بله، مردم خوب ایرانمون، وقت هم رسیده که ببینید خامنه ای دیگر نمیتواند حرف بزنه. آقا خامنه ای هم بمیره، من منظورم رضا پهلوی بود عزیزم، من اونو پاک کردم، چون من قبلا شما رو دیده بودم شما خیلی با منطق چی مینویسی، اونو پاک کردم، اینا رو پاک کردم. ای کاش که از شماها بیان مسئول بشید در حین برنامه زنده کامنت ها رو پاک کنید، خوب بعد منطقی پاک کنید. هر کسی کاری داره با مسیج بفرسه. امروز من فقط میخوام چیزای عقب افتاده رو تا اونجایی که میتونم نشون بدم. فیسبوکم سعی میکنم نرم سراغش تا آخری که مثلا اون روز گفتم طرز نشستن و استفاده کردن از کامپیوتر، بعد طرف گفت آقا یادت رفت، گفتم ای بابا 100 تا چی یادم رفته، حالا شما یکیشو داری به من یادآوری میکنی. در صورت اینم از این اینا رو بهتون نشون میدم. ممنونم آقای مهدی راستین. بله اینا رو
شما پیگیر کنید ببینید قلابیه ازت میپرسه کی عکس شما رو انداخته، اسم شما رو استفاده کرده، شما میگی نه سلبریتی. حالا آقای رضا پهلوی بدبخ همیشه عقده داشته که سلبریتی باشه، ولی سلبریتی نیست، پابلیک فیگره، به دلیل اینکه نمیدونم تو شکم خانم فرع بوده و از آقای محمد رضا شاه بوده که اونم سرش بحثه، بعد شده پابلیک فیگر. اینا جایی برای پابلیک فیگر نذاشتن، نوشته سلبریتی، نیمشو می‌نویسین، بعد اونا نگاه میکنن میبینن آقای رضا پهلوی صفحه خودشو داره، این آقا نوشته آرزی ای فیلی فیلوی فیلوی، اینو میکنن بیرون یا علی مدد. خب من خودم هستم، به تو هم ربطی نداره، بیشرف باباته، بیشرف تو هستی، بیشرف ترسوی هست که مثل تو قایم میشه پشت عکس رضا پهلوی. خاک بر سر، خود رضا پهلوی پخی نیست، تو دیگه میری پشت عکس اون قایم میشی، ببخشید پخی هستی شما. خب سهراب چهنارا، تکرار مکررات، جالبه برای من این همه از دوستان به اصطلاح گفتیم، آقای میرزا آقاسی یا آقای صدرالاشرافی، اینا نیومدن بگن ما حاضریم با ایشون مناظره کنیم. البته من مستقیما از اینا دعوت نکردم، دو بار سه بار با آقای میرزا آقاسی چون خانمشون کاراشون انجام میده روی فیسبوک براشون نوشتم و فرستادم، ولی چیز نکردم. ببینید آقای چمنارا باید قبول کنه که اینا قرار نیست مثلا یه دموکرات که اینجا وای میسه حرف میزنه همون موقع به ریپابلیکه بگه اگه شما راست میگی بیا بگو، شما حرفتو بزن آقای چمنارا، بذار اونم حرفشو بزنه، مردم قضاوت میکنه. یه نفر برای من نشود آقا ما میتونیم تو این تلویزیون برنامه داشته باشیم، گفتم بله، گفت شرایطش چیه، گفتم هیچ، شما بیا حرف خودتو بزن، من حرف خودمو میزنم، نه من به شما میگم چی بگو چی نگو، نه شما به من بگو چی بگو چی نگو، هر دومون حق داریم از همدیگه انتقاد کنیم. من یادمه خیلی از تلویزیون ها میگه آقا تو تلویزیون از تلویزیون های دیگه ایراد بگیر، ولی از اینایی که اینجا کار میکنن ایراد نگیر. گفتم آقا من دیگه نمیام از هفته دیگه. گفت چطور؟ گفتم آقا آدم باید از خودش شروع کنه، از خودش ایراد بگیره. آقای خوشنودی اینو سال 2000-2001 من گفتم، گفتم آقا من باید از خودمون شروع کنیم، باید شما میگی ایراد میگیری. عزیز من اولا که این فیلمی که شما درست نکردی، این فیلمو یه نفر گرفته گذاشته، ولی دارین غلط میگین، میگین آقا این که داره زنگ میزنه اینجوری، میگم نه بابا جون، اگه اونجوری بود پشت لبش بود، پشت لپش بود، پیدا نبود. ولی از این که اینا هم فیلم بازی میکنن اینا حرفی نیست، ولی شما ازتون میپرسم آقایی که فیلم گرفتی از پل ذهاب فرستادی، شما کمکای مردمی با تریلی اومده اونجا، میخوای چه کار کنه؟ بمونه مثل پورتوریکو بشه؟ اینجا الان پورتوریکو با کشتی با نمیدونم هر وسیله‌ای که بوده وسایل بردن، امکان پخشش نیست. خب حداقل اونجا این، حالا شما میگی پوفیوز، من میگم پوفیوز، این پوفیوزا طلبا دارن میبرن، بذار به اسم اونها تموم بشه، بذار به اسم اونها تموم بشه، بذار طرف اشتباهی بگه خدا اجرت بده شما بری به بهشت. آخه خدا خنگه، نمیفهمه که این داره دروغ میگه، کمکای مردم میاره. یه چیز دیگه هم نوشته بود که شیرازی ها نذرشون رو آخر ماه محرم و اینا بوده، ماه صفر، نذرشون رو نمیدونم چندین هزار آش و فلان و اینها دارن تو کرمانشاه درست میکنن. بعد یه دوستی نوشته بود این که نذر نمیشه، این نذر یا کمکه؟ شما اصلا معنی نذر رو فهمیدید چیه؟ نذر اینه که طرف با یه کسی، با خدای خودش، با یه کسی قول و قرار میذاره که ای خدا اگه مثلا بچه منو شفا بدی، من میرم مثلا 10 نفر رو سیر میکنم، خوراک بهشون میدم. ببخشید اینجوری که ما گفتیم سیر میکنم، بعض وقتا تو فارسی چیز بدی داره. بهتون گفتم یه دفعه این آقای حخان نشسته بود، اینجوری هم میکرد، یکی بهش زنگ زد گفت آقا حالا جمعه است دیگه، شوخی کنیم دیگه، خیلی زود به دل نگیرید. گفت آقای حخا، من حالا تازه فهمیدم که شما هی میگی نیکی کنید نیکی کنید، من از شما عذر میخوام. اون وقت حالا من نمیفهمیدم این نیکی کنید یعنی چی. حخا هم گفت بله آره جانم، شما بیشتر توجه کنید، هممون خوب میشیم، هممون نیکی باید بکنیم. گفت آره، یه ماهیه یه همسایه اومده اینجا اسمش نیکیه، آقا نمیدونی چه لعبتیه، من تصمیم گرفتم نیکی کنم. اینم اینجوری. حالا میخواستم یه جوک دیگه بگم که نشد یادم. خب مهدی ذوالفقاری، کاگو جون وقت خودتو با این کامنت ها تلف نکن، من اصلا در برنامه هایم تلفن جواب نمیدم،
خدا پدر مادر تو بیامرزه. من چندین برنامه است گفتم که اصلا وقتی که این برنامه ها شروع شد هم ماها ذوق زده شده بودیم، هم بیننده ها ذوق زده شده بودن، هم ماهایی که از تو دو تا رژیم دیکتاتوری شاه و شیخ اومده بودیم اینجا، حالا میخواستیم آزادی به همه بدیم. یعنی ببخشید حالا که آزادی، من اینجا وسط خیابون دور میزنم، دو تا خط زرد کاری ندارم، تابلو قرمز استکاری ندارم، تو خیابون ورود ممنوع میرم، تو خیابون یه طرفه از اون وری میرم، آزادیه دیگه. یه بلیط میخرم میرم تو سینما داد میزنم آی آتش، وقتی اومد گرفتن گفتن مردی که آتش کجا بود، میگم آقا آزادیه دیگه. این تلفنا اتفاقا شما بودید دیگه، تلفن رو باز میکردید یکی میاد، شما داری راجع یه مهمونی رو آوردی، داری راجع به یه برنامه، یه حزبی، یه جنبشی، یه مصیبتی مثل زلزله صحبت میکنی، بعد یه دم میگه آقا حالا شما میشه یه فیلمی هم بذاری؟ اون وقتا یه فیلمی بود گنج قارونا، اگه میشه اونو بذار. اصلا دیدیم آقا این بیننده استحقاق آزادی نداره، دیدیم آقا این مجری استحقاق آزادی نداره. هر کی حرف میزنه اگه تعریف کنه من خوشم میاد، اگه یکم انتقاد کنه فوری قطعش میکنه. بعدم که اون رفته به قول آقای سعید کاووسی، حالا تا فردا فوش خوار مادر بهش و به جدش و به نمیدونم طرز فکرش و اینا میدم. درست میگی شما، منم تصمیم گرفتم و میبینی تلفن رو بذار یه بار دیگه بهت نشون بدم، ببین تلفن رو باشی یا خدا همه چی ما اینجا. یه دوستی دارم میگه آقا من برنامه شما رو که نگاه میکنم همش منتظرم که بچرخه اینور اونور چیزا رو، تلفن رفته دیگه پشت پرده، اصلا تلفن رو میز نیست. چون شما کاملا درست میگی، تلفن حواسمون رو پرت میکنه، کامنت ها، همین کامنتی که شما گذاشتی منو میبره به یه جای دیگه وایستم در موردش صحبت کنم. حالا این وسطم ببخشید یه اولاغی میاد اسمش گذاشته RZA، عکس رضا پهلوی رو گذاشته، فامیلیش هم فقط یه A رو ورداشته، بعد میگه که من که ننوشتم رضا پهلوی. آخه شما ببینید این اصلا به قول خدا معلوم اصلا این استحقاق این که وقت من و شما تلف بشه براش نداریم. بذاریم بریم توی پرونده لایو و دوستان عزیز. آقای مهدی ذوالفقاری یکی از این برنامه گذاران قدیمیه، من یه چند بارم گفتم که یه جورایی هم روز قیامت اگه قیامتی وجود داشته باشه من یقه ایشون رو میگیرم و میگم یکی از اونایی هم که باعث شد من تو کار تلویزیون بیام شما بودی. خیلی آدم صادقیه، خیلی آدم فعالیه و داستانی داره. رفته بودن یه جای چریک شده بودن با یه تلویزیونی، بعد خواست بودن جدا بشن، گفته بودن خب این دوربینا مال ما، این دوربینا مال شما. وقتی برگشته بودن برگردن دیده بودن همه چیزای خوب و عوض کردن با بد و اینها، و این وقتی میگفت من باور نمیکردم که اصلا میشه همچین چیزی، دو تا ایرانی با هم توی کالیفرنیا شریک شده باشن، یه برنامه گذاشته باشن، میرسن به اینجا، این میگه آقا این مال من، این مال تو، میره برمیگرده میبینه جاش عوض کردن، قوتیش عوض کردن، شمارش عوض کردن. در صورت مهدی ذوالفقاری برنامه داره، اسمشو توی گوگل تایپ کنید خواهید دید. و اما بعد از برنامه خودم ساعت 4 بعد از ظهر 150مین برنامه آقای حسن ارشاد، بعد از اون این دوتا فیلمی رو که گفتم بهتون، طیب حاج رضایی از تولد تا اعدام و فیلم بعدیش هم هست مشکلات ایرانیان سال 1353، بابا حق داشتن انقلاب کردن. البته این نشون میده که همون آزادی قبل فضای باز سیاسیاتونه، اون آزادی هم ما لیاقتش نداشتیم. حالا این رضا پهلوی یه دفعه یه حرف درستی زد، گفت پدر من باید یه گروهی رو جمع میکرد بگه آقا من میخوام به اینا آزادی بدم، باید چی کار کنم؟ ببخشید مثال میزنم، میگن در مثال مناقشه نیست. بنده یه وقتی زنگ زدم به یه نفر گفتم آقا بنده سگی آوردم ولی دوست ندارم فنس بکشم، حصار بکشم دور خونم، چه کار کنم؟ گو آقا $800 میدی میان فنس نامرئی میکشن. فنس نامردی نه، فنس نامردی خیلی آسونه، فنس نامرئی. گفتیم فنس نامرئی چیه؟ گفت زیر زمین یه سیمی میذارم، بعد به این سگم یه چیزی میبندن، این سگه هر وقت میاد از اینجا رد بشه یه برق کوچولوی میگیره، شوک میشه، شاک بهش دست میده، یه میلرزه، یه واق واقی هم میکنه، بعد یه مدت دیگه میفهمه نزدیک اینجا نشه. ماها رو بدون گردن بند ول کردن، حتی اگر
چیز ضد نامردی هم گذاشته بودن، فنس نامردی که ساواک بود، ولی ما فنس چیز نداشتیم، قلاده یا کالر نداشتیم که برق بزنتون، ازش گذاشتیم به این روز افتادیم. اون چه مهمه امروز من و شما اینجا هستیم. مهمتر این که امروز دو سه روز پیش یعنی در کرمانشاه سر پل ذهاب زلزله اومده، گروه های مختلفی سوء استفاده میکنن، گروه های زیادی کمک میکنن. اون وظیفه شماست که گروه دلخواه، گروه مورد علاقه، گروه مورد اطمینان رو پیدا کنید. یه پیشنهاد دیگه که میکنن اصلا پیدایش بیمه ها از اینجا اومده. میدونید من سال 90 سال 89 90 تو کار بیمه بودم، اصلا اینجا تو استرلینگ امریکن اینشورنس ایجنسی مال من بود. بله با همین زبان الکن تو آمریکا این خوبه. لند آف اپورچونیتی، میای کار کنی، 4 صبح بلند شی تا 11 شب کار کنی، امکاناتش هست. امریکن اینشورنس ایجنسی مالی بنده بود، با 53 تا شرکتم کار میکردم. همین دوستمون آقای مو پارسی آل استیت یه روز به من گفت که شما با کیا کار میکنی؟ من در کیفو باز کردم بهش 52 تا کارت نشون دادم. اصلا گفت unbelievable، یعنی غیر قابل قبوله. گفتیم آره دیگه. در هر صورت پیدایش اینشورنس این بوده که یه نفر همه زندگیشو گذاشت توی کشتی که مثلا بفرسته چین، فکر کنم اینجوری بوده، بفرسته بره فلان کشور پولدار بشه. این کشتی که غرق شد، این بیچاره شد، بدبخت شد. آمدن همسایه ها، دوستان، تجار دیگه گفتن که بابا باید یه کاری بکنیم. اولا وقتی میخواییم یه چیزی رو بفرسیم، اگر 100 تن وسیله داریم، تو هر یک کشتی یه تنشو بذاریم. اینجوری خطرش میشه 1%، به جای بشه 50%. اونجوری 50 یا میرسید یا غرق میشد، ولی اینجوری خطر میشه 1%. تازه 1% هم نیست، میشه 0.5%، چون از هر کدوم از کشتی ها 50% میرسه نمیرسه، اینم 1/100 میشه 0.5 از 1 از 500. anyway بیمه از اونجا شروع شد. البته اون بیمه‌ای که من میگم، این بیمه‌ای نیست که امروز سی ای اوش میگیره سالی 200 میلیون دلار و من و شما رو نقره داغ میکنن، اگه یه تصادف کنی تا 3 سال ازت میگیرن. بیمه فلسفهش این بود که همه یه پولی میذارن، خسارات رو چی میکنن؟ یه چند نفرم سرپرستی میکنن. حالا اون سرپرستا اومدن شدن شوهر ننه ما، از همه پولا بیشتر میگیرن و میخورن و میبرن و هیچ کم بهشون زورشون نمیرسه. چرا؟ چون رئیس جمهور و اینا هم همین شرکت‌های بیمه و اینها درست میکنن. در هر صورت از کجا داشتیم میگفتیم رسیدیم به بیمه؟ یادم نیست، فراموش کردم. اون روز میدونید حسرت موقعی رو میخوردم که ما این کاغذاری که میآوردیم، اینه که میخوندیم میذاشتیم اینور، میرفتیم سراغ این، اینه که میخوندیم میآوردیم اونور. الان اینجوری نیست، الان یکیش توی اینه، یکیش توی فیسبوکه، یکیش توی فایل توده، یکیش تو فایل اینباکسه و نمیدونم چه کار کنم. خیلی ممنون دوستان. قبل از برنامه من، برنامه کانون آوا بود، آقای محمد رضایی درباره 3 موضوع صحبت کردن: شیوه های پولشویی فرقه رجوی، وضعیت فرقه رجوی در آلبانی و علت سفرهای پی در پی مریم قجر به آلبانی، پیام به اعضای فرقه رجوی در آلبانی و خانواده های آنها. اگر شما هم هنوز سوال میکنید چرا این دوستان به سازمان مجاهدین کنونی میگن فرقه رجوی، اینا باورشون بر اینه، اینا وقتی رفتن سازمان مجاهدین بوده، ولی طی زمان 20 سال 30 سال گذشته که مسعود رجوی در صدر کار بوده و مریم، این سازمان تبدیل شده به وفد فرقه. و دقیقاً دوستان اگر یکم اهل مطالعه و تحقیق باشید و بگید که خب مثلا میگم یک خارجی باید چی باشه، اینجا دنیا نیومده باشه، انگلیسیش مثل سربی باشه، بله خب اینجوری، اگه طبق این ضوابط بذارید، سازمان مجاهدین سازمان نیست، فرقه شده، کالت میگن شده، سکت میگن شده. در صورت اونم تا یکی دو ساعت دیگه میاد رو اینترنت. همین الان آقای راستگو نوشته که هم آدیو رسید هم ویدیو رسید و از آقای رزاقی ممنونم، 2 مصاحبه خوبم فرستادن. این مصاحبه ها هم از دوستان میخوام که لینکاش رو روی یوتیوب قرار بدهند و بریم ببینیم که چه باید کرد. دوستان تو فیسبوک من بعد از 3 میام سراغتون. آقای خسرو بهرامی گفت که آفتاب آمد دلیل آفتاب، خسرو بهرامی پیام گذاشته و نمیدونم اون دوست ما که دیروز شما رو با آقای منوچهر قربانی اشتباه گرفته بود بهتون تماس گرفت یا نه. در صورت دوستان شماره تلفن آقای
خسرو بهرامی هست 516 که این ایریا کد یا پیش شماره نیویورک، 637 57 45. تکست میتونید بفرستید، تلفن دستی از این تلفن های سمارت فون یا تلفن اپل یا سامسونگ هرچ، بعد پیام میتونید بذارید. بعض خودشون هم میگن من همیشه تلفن جواب میدم حتی موقعی که رانندگی میکنم. شماره تلفنشون به انگلیسی هم میگم، احیانا اگه شما هم مثل من حالا دیگه پوز میخواین بدین و فارسی صحبت نمیکنین، 516-637-5745، 516-637-5745. ببینیم ایشون چی میگه. از یادم آقای صحبی بهرامی هستم، از نیه میبخشیم مزاحمت شدم، این مسیج مال خودته. بسیار عالی دوستم، ببینید چقدر قشنگ. سلام صحبی، من بهرامی هستم. لازم نیست بگید ببخشید مزاحم شدم، چون اگه ما قبول کنیم که زنگ زدن به دوستمون مزاحمته پس نباید بزنیم، پس اینم یه تعارف دروغه. بگید قصدم از این که زنگ زدم اینه که احوال تو بپرسم و اینم بگم. ول کنید این تعارف رو، بریزید دور. این پلزنتری، فیک پلزنتری، اصلا چه پلزنتری، دروغ محض، بریزیم دور. ایشون گفته برای خودته، حالا فهمیدم این پیام همونی که ایشون به خاطر اینکه من میگفتم پاهام سرد میشه و اینها، ایشون گفته که روزی یه دونه سیر بنداز تو دهنت، اونم صبح اول صبح. آقا خب دیگه تا شب هیچ کس دور بر من پیداش نمیشه، اونم منی که باید برم اینجا فیلم بگیرم، منی که باید برم تو اون استودیو کار کنم، منی که اینقدر دوست دارم حرف بزنم به مردم. شما میخوای مردم از من فراری بشن؟ یه مدتی یه قرصای اومده بود میگفتن اینا سیر بیبوه، والا ما یه بستش هم خریدیم خوردیم، به همسرم گفتم درست میگن، این هم بیبوه هم بیخاصیت، خاصیتی ازش ندیدم. منظورتون از یه سیر یک گل سیره یا یک قاش، یک دونه کات، یک چی بهش میگن؟ در صورت نمیشه آقا، خیلی تلخ سیر تنها بخوری. ولی شمالیا یکی ما میگیم باقله، اونا میگن باقلی، باقالی، اونو خام میخورن و منم عادت کردم میخورم، خیلی هم خوشمزه است. یکی سیر، سیر خام، یا میگن سیری که ترشی میندازی یا میپزی و اینها، خاصیتش با اون حرارت یا با اون سرکه و اینها رفته. در اصل ممنونم، ایشون نصیحتایی کرده، میگه اگر مرض قند نداری، بعضی وقتا این کبد هست که خوب کار نمیکنه. نه والا همه آزمایشات کردم دیگه آقای بهرامی، ای کاش وقتی اینجا بودی بهت نشون میدادم که همین دو سه ماه قبل با وجودی که بیمه دارم حدود 700 800 دلار فقط از جیب خودم رفته، چون 20% شما باید بدید و هی آزمایش هر چی میکنی میگه خوبه، روماتیسم نداری، این نداری، آرترایتیس. خب دیگه همه ما ایرانی ها یکم آرترایتیس داریم، ضمناً روماتیسم ما ایرانی ها داریم. یکی گفت که یادت خونه های قدیمی تو اتاقش کاشی نبود، الان ماشاءالله همه خونه ها کاشی، سنگ مرمر و اینها، گفت کاشی نبود، گل بود، گل رو صاف میکردن، بعد برای که قالی خراب نشه حسیر مینداختن. گفت کار خوبی بوده، چون رطوبت این میمد توی حسیر میموند، ولی بعد این حسیرها رو چند ماه یه بار عوض میکردن، مینداختن دور یه حسیر دیگه، ولی کسی این کار رو نمیکرد. پس نتیجه این که انگار ما هممون داشتیم رو آب زندگی میکردیم. اینم از اینه. در صورت ممنونم از راهنمایی کردی. ایشون گفته اگه مرض قند نداری صبح تا صبح یک لیوان آب انگور بنوشید. ایرج میرزا بود گفت حب نبات است و آب انگور و اینها، خیلی شعرهای جالبی گفته ایش. خب بریم ببینیم براتون توی برنامه تودی چی گذاشتین. بله، آقای کورش سلیمانی یه ایمیلی فرستاده که من این ایمیل عکسش رو دیروز برام بعضیا فرستاده بودن، عکسش نه یعنی برخلافش، یعنی اون عکسی که توی این برنامه بوده و این نوشته هافینگتون پست، ولی دیروز مال فاکس نیوز بود. یه ماشینی، این خوبی آمریکا اینه دوستان، نگاه کنید یه ماشینی، البته من خودم تا اینو دیدم دیروز گفتم که این به نظر من آزادی بیان هست و این آقا ببخشید این ویدیو خودش شروع کرد به کار کردن، مال همون
نگاه کنید یه عکسی فرستاده، ما میخوایم اکثر به شما نشون بدیم، یه ویدیو خودش شروع میکنه خود به خود شروع شدن، بذارید من اینو ولش کنم بیام خودم عکسو بهتون نشون بدم. یک آقای پشت ماشینش این کلمه فاک تو انگلیسی کلمه بدیه، اگه بلد نیستید خب امروز یاد گرفتید، برید ببینید یعنی چی. اگه بلدید نشون میده هم بلدید هم استفاده کردید، پس ایراد نمیتونی به من بگیری که آقا چرا تو تلویزیون گفتی. ضمناً تلویزیون ما اینترنتیه، از FCC و اینها دو تا FCC اجازه داریم، بعد 7 تا کلمه هست که نباید بگی، اونایی که رو ایرن اینا اینجا میشه بگی، مخصوصا برای ماها که همه وقتی این برنامه رو نگاه میکنیم بزرگ سال هست، تازه بچه هاتون از شما بیشتر اینو استفاده میکنن، حتی به دوستش میخواد بگه میگه move your fucking car, bring your fucking bike. anyway یه آقایی بذار من این بهتون نشون بدم، پشت ماشینش برداشته نوشته fuck Trump and fuck you که بهش رأی دادی. اجازه بدید ببینم اینجا ترامپ بله این عکس کامرای 3 دوباره این بار اینم خاموش کنم براتون تا با هم چند بله میبینید این ماشینه یه پیکاپ تراک سفیده، بعد بذار بیامش این برتر میبینم آه. خوب شد بله. حالا اینا اومدن اون قسمتشو پوشوندن، ولی این FUCK Trump and FUCK you for voting for him. ببینید توی آمریکا این برای اون آقای پرویز عقب افتاده ای بود که فکر کنم باهایی هم بود، به من میگه آقا چرا به آقای چرا به عالی جناب پرزیدنت ترامپ گفت، گفتم برو گم شو پدر سوخته ها، همین شما احمقا بودید که این شاه بدبختی رو که از سوئیس رفته بود و آمده بود با ماشین خودش رانندگی میکرد و میون مردم میرفت، هی کردینش عالی جناب و شاخنشاخ و نمیدونم آریامه، هم زدین اونو فنا کردین هم ملت، گفتم برو گم شو. اینجا آزادیه، آزادی بیانه، ولی به نظر من این قسمت اولش آزادی بیان حق این طرفه که اینو بنویسه، قسمت دومش این حق نداره به کسایی که به ترامپ رأی دادن به اصطلاح اینجوری این چی میگن توهین کنه. و گویا اون شریف یا این گفتم میتونی ماجرای شریف هم من هنوز نفهمیدم این شریف ها چی هن، مثل ژاندارمری های ما هستن، یکی میتونه برای من توضیح بده که این ماجرای شریف پلیس اینا چیه، چرا یه جایی شریف داریم یه جایی پلیس داریم و الی آخر، در اصل مثل که دنبال این هستن. ولی یادتون باشه این هر کی بوده خیلی آدم باهوشی بوده، برای که اینجوری الان معروف میشه شریف میره دنبالش، بعد یه سری وکیلا میان میگن ما وکالت تو رو قبول میکنیم، بعد میاد یه اکانتی باز میکنه میگه پول بدید تا من، یعنی درست ماجرای شهرام همایون، میگه پول بدید میخوام وکیلا رو، از این بار هم مشهور شده هم میلیونر میشه الی آخر تا ببینیم چه خواهد شد. اگر خبرهای جدیدی در این باره از این گرفتیم برای ما بگید. و جالب اینه من امروز تا اینو فرستادم برای چند تا از دوستان از جمله آقای پتیک گفت که این قسمت دومش به نظر من ایشون نباید می نوشته. گفتم آقا اینجا دیدید میگن که ما یک روح هستیم در دو تا جسم، حالا اینجوری دیگه همان اصلا فکرشو میکنم اینم تو میگی من اینجا ببینم این تو مغز منم بوده، یک کمی ترسناک شده. خب آقای کوروش ببخشید گفتم کوروش سلیمانی، نه دوستمون از چیز فرستاده، از فلوریدا فرستاده، خیلی ممنونم. و اما فساد پیاز، این دعوا در بازار مرکزی کویت است، مردم برای خرید پیاز به جان هم افتادن، یک گنی پیاز به مبلغ 27 دلار آمریکایی به فروش میرسد، در کشورهای همسایه همین گونی به مبلغ 2.5 دلار به فروش میرسد. ببینیم توی کویت چی شده. یادم میاد یه جوکی میگفتن یه نفر آمد توی شهری
و پیاز داشت، داشت میفروخت، داشت خراب میشد به یه آخوندی یا به ملا نصرالدین. گفت چه کار کنم؟ گفت کاری نداشته باش، وایساد یک تلکی زد و نمیدونم یه چیزی گفت و مردم همه رو خریدن بردن. بعد مثل که سهم اینو نداد، دفعه دیگه یک تلکی زد همه چیزاش خراب شد. از این داستانا تا دلتون بخواد هست. حالا این میگه علت گرانی پیاز این است که یک شخصیت متنفذ پیاز زیادی وارد کرده و ورود پیاز به کویت را تا پایان فروش کالای خودش ممنوع کرده است. اول انقلاب دوستان یک کسی تو شیراز پیدا شده بود، پول میداد به شما را بیفتی بری فلاکس چایی رو بخری. فلاکس چایی 30 تومانی، یه دفعه تو یه هفته شد 100 تومن. یه دفعه یه جوکی هم هست راجع به این، به یکی میره یه جایی میگه میمونا رو من میخرم اینقدر، مردم اون قبیله میمونا رو میارن میفروشن، بعد این میمونا رو جمع میکنه، بعد هفته دیگه میگه من میمونا رو مثلا حالا هر کی یه میمون بیاره میدمش 80 دلار، هفته پیش مثلا 40 دلار، بعد مردم میبینن نیست و اینا، این شروع میکنه میمونای خودش رو بهشون میفروشه دونه 60 دلار. یه چیزای اینجوری همیشه بوده تو باجرا. و کی میشیم که آدما آدم بشیم، انسان بشیم؟ اگه انسانیم آدم بشیم. من این تفاوت انسان و آدمم نمیفهمم کدومش، یعنی موقعی که به حد اعلا رسیدیم نمیدونم ما آدمیم بعد باید انسان بشیم که به حد اعلا و والا برسیم، یا ما انسانیم باید یه چی بود میگو ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. پس آدم شدنه که مشکله، اون یه منظورش این که باسواد شدن یا خوندن یا اینا خیلی آسونه، میری کلاس چی میشی، ولی آدم شدن باید تو مردم باشی، تو جامعه باشی و الی آخر. در اصل بذارید من این فیلمو بهتون نشون بدم و ببینید توی کشورهای عربی که حالا بعضیا هم میگن آقا حالا دیگه ما باید بریم تو کشور کویت و عربستان و اینها پناهنده بشیم، آقا اونام وضعشون خرابه، اصلا بشریت کارش خرابه. شما دیروز نگاه کنید اینجا این سناتوره ال فرانکلین، اتفاقا من باش عکسم دارم، این آقا کمدین بود، خیلی آدم شوخی هم بود، مال مینوسوتا است، رفت برای سناتور، گفت اینا پدر سوخته هستن فلان، رفت سناتور شد. سال 2006 میدونید اینجا مثل یادتونه اون وقتا میگفتن مرضیه گوگوش اینا رفته بودن برای جنگ ظفار، برای این ارتشی ها میخوندن، بعد اینا میرن برای ارتشی ها برنامه اجرا میکنن، با یه خانمی که گوینده رادیو بوده و اون موقع مدل بوده و جوان بوده و اینها میرن، که اونجا که میرن این خانمه حالا دیروز صبح آمد گفت که حالا که همه دارن راجع به این ابیوزینگ یعنی سوء استفاده ها و آزار جنسی صحبت میکنن، منم یه چیزی که 11 سال همینجوری آزارم میداده بهتون میگم. گفتن چی؟ گفت که این آقای فرانکن وقتی که ما رفتیم اونجا برای ارتشیایی که تو عراق یا هر جایی بودن افغانستان برنامه اجرا کنیم، این پشت صحنه گرفته اینو بوسیده و همشون هم زبونشون رو با فشار کردن تو حلق اون یکی و اینها، بعد میگه داشت حالم بد میشد و رفتم دهنم بشورم، بعدم تو هواپیما که خابیده داره میاد اون آقای اومده اینجوری دستشو برده نزدیک سینه‌اش که یعنی من سینه‌شو گرفتم. ببینین که حالا این خانومه یه جلیزقه پوشیده از این جلیزقه‌هایی که سربازا میپوشن که ضد تیر و اینا هست، اصلا دیگه معلوم نیست این زن مرد، کلاه آهنی هم پوشیده، ولی شوخیه شوخی بدی بوده، بالاخره توهین به خانم ها هست. آمریکا الان گفتم اون روز گفته میلیون ها دلار مالیات مردم رو میدن به اینایی که خودشون ازشون سوء استفاده کردن، دختر جوونیه پسر جوونیه میاد کار کنه بعد میگه این کاری کردی سود میکنم، فوری صداشو میخوان ببندن. این میگه آقا چرا ببندید، بذارید بگید تا رفع بشه. الان مثل که رسیده به یه جایی، اینجا میگن turning point یا همون نقطه عطف خودمون به اصطلاح، رسیده به یه جایی که باید یه چیزی انجام بشه. گفتم حتی توی کنگره و توی مجلس سنا میخوان یه کلاسی بذارن به اینا یاد بدن که چجوری از به اصطلاح قدرتشون استفاده نکنن برای زور گفتن، برای سکس داشتن و الی آخر. امیدوارم این کار انجام بشه و اصلاً دیگه باور نکردنی کمدین، سناتور، نمیدونم قاضی که میخواد سناتور بشه، همه اینها فساد فساد فساد، خراب خراب خراب. اینو شما داشته باشید با هم ببینیم و بشنویم. ممنون از دوستی که اینو فرستاد.
الحمدلله این تو ایران نیست، تو کویت بوده. و خب حالا این که احتمالاً بازار یا میدون تربار، میدون بارفروشا هست، اینجا تو مجلس و تو چیز همین اتفاقا میفته. از همش مهمتر استاک مارکت رو نگاه کنی با این همه تکنیک. از اون موقعی که اینا با تلفن بود و همشون هم وقتی میان مثل بستنی فروشا یه روپوشی میپوشن، بعد یه مش کاغذ دستشون هی برمیدارن میزنن. اولا وقتی میری اونجا انگار آشغالدونی، شما سینمای ایران، زمین فوتبال، نمیدونم مسابقات دنیا و اینا رو ول کن که چقدر آشغال میریزن. این استاک مارکت که همه درس خونده و نمیدونم چی هستن، آشغال دونی. حالا هم که کامپیوتر شده باز همون داد و بیداد و اینا، که دیگه آخر کار از که میشه دنگ زنگی رو میزنن که بابا گم شید، خفه شید، ساکت شید، برید خونه هاتون. حالا شما میگید این بازار میوز وقتی که شطور بود به یه قاز دیگه خر قیمت واقعی نداره. بله، دیدار مخفیانه رهبر از کرمانشاه زلزله زده. والا من اینو دیدم، ولی از خودتون سوال کنید چرا باید مخفیانه بره اونجا؟ نمیدونم چرا این لباسه رو پوشیده آقای خامنه ای. به نظر میاد که یه کسی داره ادای اینو در میاره. میدونید که معروفه که به اصطلاح آدمای مهم یک بدل داشته باشن. هم صدام داشته، شاه رو نمیدونم، هیچ وقت صحبتی هم نشده، کسی هم نگفته. اتفاق خوبه از آقای احمد علی مسعود انصاری یه بار بپرسم که آیا شاه بدل هم داشت یا نه. ولی شما دوستان نگاه کنید ببینید این تصویر خامنه ایه، چون این دوستمون نوشته که خامنه ای به صورت مخفیانه رفت و گفتم آقا این که اگه بره تبلیغ میکنه، تبلیغش براش به اصطلاح خوبه، چرا مخفیانه بره؟ ببینید با این دوست ما، بله چیزایی که میفته بیشتر یعنی همش عربیه معموله. خیلی ممنون. یکی میگه این دیدار مال بم بوده، حالا چرا به جای عمامه اینو گذاشتن سرش؟ بعد چرا اینقدر چاقه؟ از این لباسای ضد گلوله پوشیده چجوریه؟ آها، اون دوستمون نوشته از کرمانشاه زلزله زده. این دوستمون میگه که کرمانشاه نخ نداره، این فیلم مال بمه. آفرین، باریکلا به دقتت. گفتم این مهدی راستین آدم درستیه، اون مردی که رضا پهلوی اومده بود خرابش کرد. بله خب معلوم شد این اون موقع بوده، چیزی مخفیانه هم نبوده. و اینم باز برمیگردیم تأسف بخوریم که چرا مردم این چیزای دروغ رو پخش میکنن. و خب این دوست ما وقتی به دستش رسیده که نمیدونسته، اونم پخش کرده. ولی آخر شب که نگاه میکنیم میبینیم شما یه چیز دروغ رو پخش کردی، من یه چیز دروغ رو منتشر کردم و همه شدیم چی؟ شدیم دروغگو. این چیزیه که من میخوام به مجید خوشنودی بگم، امیدوارم یاد بگیره. آقای خوشنودی تو اونو میفرسی، من که میبینم فکر میکنم تو متوجه نشدی، چون متوجه شدی بهت میگم، متوجه شدم بهت میگم، بعد شما میگی من میدونم. خب اگه میدونی نباید بفرسی اونا عزیز من. درستان ممنونم، همینا باید بیا گرده پخش بشه تو ما برنامه داشت باشیم بتونیم ادامه بدیم. و اما واشنگتن پست گفته که خب فرانسه، این آقای جوونه که خانم پیری داره آمد و رئیس جمهور شد، اینم به وعده‌اش عمل نمی‌کنه. حالا مثل که نوبت ایتالیا شده، میگه who could be Italy's next leader. این میلینیال اینایی هستن که از سال 2000 و اینا تو اون هول و هوش دنیا اومدن، یعنی جوونای اون موقع هستن. بذارید من عکس این آقا رو بهتون نشون بدم. میگه که احتمال داره لیدر جدید این بشه. جوونا خیلی فعال شدن تو کار سیاست، تنها اشکالی که داره این سیاست، این جوونا معمولا وقتی میان فکر میکنن خیلی
پاک و تمیزه، در صورتی که خبر ندارن، سیاست کثیفه، پدر مادر نداره و اینا باید اقلا یه تجربه‌ای داشته باشن. اینه اسمش لویجی میسیون، اینجا میگن میشن یا لویجیز میشن، نمیدونم این یعنی مأموریت، یعنی مأموریت اون. این واشنگتن لویجی دی مایو استود اوت، میگه این خیلی خودنمایی میکنه و یعنی چیز شده، چهره شناخته شده ای شده. حالا باید صبر کنیم ببینیم انتخاباتشون کی و چه خواهد شد. راجع به انتخابات، این ما میگفتیم زامبیا یا همین زیمبابوه خودمون همونه، یه آقای 94 ساله ای که همسرش 40 سال ازش جوان‌تره، درست یاد شاه و فره افتادم. شما میدونید شاه وقتی ازدواج کرده هنوز 40 سالش هم نبوده، حالا بگو 40 سالش که بوده، فره 20 سالش بوده. ما الان فوش میدیم با آخونده که آقا نگاه کن مرده که نمیدونم دست غیب رفته دختر چند ساله گرفته. شاه سوئیس رفته 40 ساله 20 سال از فره بزرگتر. اوکی. این آقا چیه؟ مال زامبیا، مال زیمبابوه. اصلا نمیتونه راه بره، به قول شیرازی ها کتی کتی دولا دولا اینجوری راه میره. زنش درست کاری رو که فرع پهلوی به سر شاه آورد داره انجام میده، اختیارا رو یکی یکی گرفت. میدونید میگن تمام جنگای دنیا سر زنهاست، از زنها شروع میشه. زنه مثلا به شوهرش میگه اگه فلانی رو نکشی من دیگه تو اتاق راه نمیدم، اونم برای که بیاد تو اتاق اول میره فلانی رو میکشه. در صورت اونجا هم کودتا شد و این خانمش بهش گفته بود شما اختیار بده، من فعلا برو استراحت کن، و اون کسای دیگه اومدن میگن فعلا آرومه. حالا کی اونجا کشتار بشه و اینها خبر ندارم. اگر خبر جدیدی دارید لطف کنید برام بفرستید. و انگاه که سازمان اکثریت حسینی شده بود شرکت مقاطع کاری کیسون یا کیسون، یکی دیگر از منابع مهمی که پشتوانه تبلیغات نگهدار و سازمان اکثریت قرار گرفته، میدونید که اکثریت و اقلیت و مجاهد یک دیگه مورچه چی بود کله پاچش چی باشه، هی جدا شدن. بعد اون یکی گفت نه ما فقط با تبلیغات، اون یکی گفت نه ما با اسلحه فلان، اینها هی هم افتادن به جون هم دیگه. هر وقت جدا می شدن یه سری این با سواک می رو اونو لو می داد، یه سری اون بود. میگه که سازمان اکثریت شرکت ساختمانی است که این شرکت درگیر بزرگترین پروژه های ساختمانی، جاده سازی و سد سازی در ایران است. محمد رضا انصاری دایی فرخ مدیر ببخشید دایی فرخ یا فره، حالا فرهاد نگهدار، نه اینجا نشته دایی فره ولی نشته فرخ، مدیر عامل این شرکت است و فرهاد نگهدار برادر فرخ از گردانگان اصلی آن می باشند. نظارت فرخ کماکان از راه دور است. من نمیفهمم در صورت این به نظر من خب که چی آقا خان، و ما همه اینا رو میدونیم، همه سوء استفاده های اینا رو میدونیم، چه باید کرد؟ شما اینی که میگی منم اینو میخونم، هی میشه ذکر مصیبت، یکی پس از دیگری داریم ذکر مصیبت میکنیم. اقلا اون آخونده آخرش میگه یه پولی به من بدید، من و شما ذکر مصیبت میکنیم، شما که پول نمیدید. دوستان امروز 17 ماه نوامبر، اگر رو ماه آمریکایی و خارجی کمک میکنید حمایت کنید، اگر نه 26 ماه آبان هست. و اما با مردم ایران به سوگ نشسته این، من ضمن این که تشکر میکنم آدم احساس همدردی کنه و اینا، ولی بعض وقتا هم زورم میاد از اینایی که اسمش خودشون رو اپوزیسیون گذاشتن ولی حقیقتا قمپوزیسیونن، بعد اینا هیچ ارزه و وجودی ندارن، نشستن تا یه اتفاق بیفته. بارها گفتم اول مهر بشه، مدرسه ها باز بشه، اینا یه نامه بنویسن. سال نو بشه، بهار بشه، اینا یه نامه بنویسن. با مردم ایران به سوگ نشسته این. دیروز 16 نوامبر 2017 آقای حسن زرهی به فرموده فردوسی همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کان از در دیگر است. آقا همه کارهای جهان هم در نیست، هزار تا مشکل داریم که در براش پیدا نشده. حالا اگه منظورش دره، دور که نمیشه باشه، در.
زندنام و یا زندنام و یاد شاهرخ مسکوب که خود بیش از دو دهه از عمر پرثمرش را در غربت به سر برد، در توصیف دوری و رنجی که فراغ وطن در جانش به دلیل بیداد تبهکاران انداخته است، مانند عاشقی برای معشوقش میمیرد، اما چنان از دست او به فغان است که نفرینش میکند و دشنام میدهد، همه از روی عشق. والا من که این جمله رو نفهمیدم یعنی چی. یعنی این فعل فاعل مفعول وقتی جمله طولانی میشه یادشون میره. شهروند با مردم ایران به سوگ نشسته ایم. ایران عزیزم، ایران جاهل ظالم، این کوههای بلند، بیابانهای سوخته و آفتاب وحشی و رفتگان و ماندگان عزیزم، دلم برایت تنگ شده. آقا ببخشید، این کاس شعرها رو بریز دور. اگه دلت براش تنگ شده، به جای یه بلیت گوگوش 200 دلار 300 دلار، به جای یک مکدونالد 7 دلاری، یه پولی برای اونجا بفرست، یه کمکی به اونا کن. دوستان یه چی براتون بگم، امروز یه نفر از پنسیلوانیا، از نیوجرسی حقیقتا اومده بود اینجا. گوش کن آقای بهرامی، این خیلی جالبه. وقتی اومد اینجا گفت که چقدر سرده اینجا، از نیوجرسی سردتره. بعد گفتم که من کت دارم، میخوای کت بپوشی؟ گفتم دیدم این لباسا، یه سری تیشرت و سویدر، بلوزای گرم اینجا میگن سویدر، آقای خسرو بهرامی اون روز آورده بود به من، گفت هر وقت چمن میزنی و اینا رو استفاده کن. گفتم آقا من اینقدر تنبلم چمن نمیزنیم، استخدام کردیم اونا میان هفتگی میزنن. بمانم اینا همینجا روی این میز. این که اومد بهش گفتم که یکی از اینا رو بردار، یا چند تا از این تیشرت ها رو برداشت. سه تا تیشرت برداشت، تیشرت ها داره برمیگرده نیوجرسی، و یه دونه از اون بلوزای به اصطلاح سوئده. بعد به من گفت که گفتم تو که اهل نیوجرسی هستی، نباید سردت باشه. گفت من اصلیتم مال هیتیه. هیتی همون کشوری که چند سال پیش زلزله اومده. به من گفت تو کجایی هستی؟ گفتم ایرانی ام. بلا فاصله من میگم پرژنم، که اینا با عراقی اینا اشتباه نکن. گفت آهان، شنیدم تو ایران زلزله اومده، مال شهر شما نیست؟ گفتم نه، ما پایین ساوت هستیم، اینا غرب هستن، ولی جای سردی، من اونجا خدمت کردم و مهم نیست. بالاخره همه جای دنیا وقتی زلزله میاد، من یادم تو هاندورس و اینها زلزله و اینا که اومده بود، همین آقای مو پارسایی تو دفترش کمک میکرد، جاهای دیگه تو فروشگاه ها چی جمع میکردیم، لباس و اینا میفرستادیم. و گفتم اینجوریه. بعد گفت که گفتم بله، اتفاقا من قبل از اینکه شما بیای با دوستم آقای پتیک گفتم که یک به اصطلاح پول خوبی به دستم اومده، و اون دوستی که میگه نذر، آقا نذر کردم اینو کمک به اینا کنم، حتما باید نذر کنم، به خدا بگم اگه دست منو اینجوری کردی پولت میدم، اگه چشممو گشاد کردی پولت میدم. نذریه که با خودم قرار گذاشتم که من این پول رو در این راه کمک میکنم. بعد گفتم که بله، منم دارم به اصطلاح کمک میکنم، دوستانم لطف دارن، به ما اطمینان دارن، حمایت میفرستن، ما کمک میکنیم. گفت که خب پس من مینیمم چقدر باید بدم؟ گفتم هیچ مینیممی نداره، شما از یه دلار تا یه میلیون دلار هم اگه کمک کنی به اصطلاح ما ازت ممنونیم. بعد گفت باش، 100 دلار همون موقع صبح اول وقت ساعت 9:30 بود داد. گفت که ما کشورمون وقتی این اشکال پیش اومد، مردم دنیا به ما کمک کردن. مثلا اصلا وقتی صحبت میکنه، حالا ما ایرانی، اون بیچاره تو کرمانشاه داره میلرزه، داریم دعوا میکنیم که چرا کمکای مردم که رفته اونجا، حالا آخونده با ماشین رفته پخش کرده. آقا گور پدرش بذار بره پخش کنه، نفروخته که، داره پخش میکنه. ماکسیمومش مرده میگه خدا، میگه آقا طرف وقتی کمکش میکنن جلوشون سجده میکنن، ماکسیمومش جلو اون سجده میکنه، تشکر میکنه. اگه خدایی هست قبول داریم، ولی اگه خدایی نیست، بابا یه لباس گرم گیرش اومده، آب گیرش اومده، آش گیرش اومده، خوراک گیرش اومده، چادر گیرش اومده. من و شما چقدر باید نادان باشیم؟ باز برگردید اول برنامه، من و شما نشستیم تو ماشین، من اون آقا رو نمیشناسم که مسته یه دفعه میاد، با شما دوستم، ولی میبینم آقا تصادف شده دیگه، نباید این طرفو بندازی زیر مشت و لگد، دوستیمون هم به هم میخوره. این کاریه که ماها داریم انجام میدیم. ماها داریم به جای این که هممون نیروها رو بذاریم بگیم این پول دزدیده، این فلان کرده، اینا کارایی میکنیم که بگیم آقا
آقای حقا بهتون گفتم یه روزی یه صورتی برای لیستی برای من فرستاد که سربی ببین این آخوندها چقدر دزدی کردن. گفتم آقا چقدر خوب شد، من تا امروز صبح فکر میکردم اینا آدم های ساده هستند، آدم های صالحی هستند، و اگه شما نبودی این لیست رو نمیفرستادی اصلا من در این اشتباه زندگی میکردم تا ببینم. بعد بجان مرد حسابی، مگه ما نمیدونستیم تا حالا؟ میدونستیم. ضمناً اگه دوره شای دفعه یه لیستی اومد حسابای بانکی و فلان اینا، اون زمان مثل الان نبود. تازه حالا چه حساب درست بود چه غلط بود، مردم هیجان زده شدن، پدر حساب بچه رو در آورده. ولی تو گفتم دقت کردی ردیف سومش اسم خودته. گفت نه آقا نیست. گفتم اینها برات میفرستم، فرستادم. البته من باز کرده بودم با ادوبی ریدر براش اسم خودش اضافه کرده بودم که آقای فتح‌الله یزدی در هلند مثلا اینقدر میلیون یورو داره. بعد گفت ای پدر سوخته چجوری اسم من رفته اینجا. گفتم حالا فهمیدی؟ این اسم و اینا رو آقا بریز دور. چه باید کرد؟ آقای خاوری کیه رفته بود کانادا، الان تو کازینوها داره میگرده. مردی که ریش هم گذاشته برای خودش تو کازینوها داره میگرده، عکسش فرستاده، فکر کنم مجید فرستاده. چه کار میکنین؟ کدومتون میرین از خود گذشتگی کنید، یه شلیک به این بکنید که اگر رفتم زندان بگی اقلا من یه کاری کشتم، یه فاسدی رو کشتم. فردی که بلند میشه از سوئد پیاده راه میره، حالا مثل فولادوند گفتم بهتون، گفته هم میرم تو مرز میام بیرون، میرم تو مرز. راستی یه خبر خوب، یه نفر دیروز با من تماس گرفت گفت آقای سربی فولادوند یه پیام صدا آدیو فرستاده. گفتم لابد حتما انقدر قیافش دیگه چی میگم آزاردهنده شده، چون همون موقع آدم اینجوری بود، خیلی دوبلور خوبی بود، هنرمند خوبی بود، مردک با همون دوبلوری تو اینا تو میتونستی انقلاب را بندازی. اومد نشست جلو تلویزیون، موهاش رنگ میکرد، ما پنج دنگ میلیم بیار پدر بزرگ، بچه کوچولو دستتو بیار جلو میریم میزنیم. رفتن یه ماشین کهنه خریدن، راه افتادن با دو سه تا از این مشنگای اروپا. سوشال خدا لعنت کنه این سوشال، چی میگن پولای سوشالی که میدن به اینا 600-700 مارک یورو فرانک هرچی بود میدادن به اینا، اینا هی بلند میشدن میرفتن، چون 4 تا 5 تا توی اتاق زندگی میکردن. بعضیاشون حتی نونم آرد میخریدن، نونم خودشون درست میکردن، خرجی به اون صورت نداشتن، سیگاری میکشیدن راه افتادن رفتن اونجا، بعدم ناپدید شدن. بعدم خانم نیلوفر گفت این دروغ میگه، گفت این پولای مردمو خورده، حالا با یک زنی از بلغارستان، یه زن جوونی داره زندگی میکنه. پولای یه زنی رو خورده بود که بدبخت زنه اینجا خودکشی کرد. اتفاقا اون آقای امیر سلیمانی، البته امیر سلیمانی از بس عرق میخوره دیگه مغزش و اینا کنترلش دست خودش نبود. ساعت 3 شده، بیا بریم اینجا ببینیم فیسبوک چه کسایی رو باید بخونیم، چه کسایی رو باید با توسری. و والا ما دبیرم که بودیم میگفتیم بدترین جریمه دانش آموز بد اینه که تو کلاس نگهش داری. و باور نداشتم به این که باید دانش آموز بعد یا اون کسی که اذیت میکنه از کلاس بیرون کنم، ولی این فیسبوک شماها آدم مجبور میکنید. ببینیم که چی نوشته، اینجا میتونم بخونم اینجا نمیتونم. و اما بله نوشته اینجا با شما موافقم. آخه آدم وقتی کمک میکنه به خاطر خدا و خوشحالی هموطنش میکنه، چه فرقی میکنه که او از تو تشکر کنه، مهم اینه که به یک انسان کمک شده باشه. خدا پدر مادر تو بیامرزه، خیلی ممنون، بالاخره من و شما سر یه چیز توافق کردیم. این همین خانم کتی بود که اون روز برداشته بود نوشته بود کامنت. گفتم کامنت یعنی چی؟ گفت خودتون گفتید کامنت. بذار یه چی برات بگم، یه تولدی بود، نه یه گریجویشن بود، جشن فارغ التحصیلی یکی از فامیلای ما، تو پارک بود و جشن و اینها. بعد دوستان لطف دارن دیگه، تا من دیدن گفتن که شما بیا یه چند دقیقه صحبت کن. گفتم خب چی بگم؟ گفت just say something. Say something یعنی فقط یه چیزی بگو. من اومدم میکروفون گرفتم دستم، گفتم هلو. اینا به من گفتن say something. Something. همه خندیدن. بعد تا کلی بعدش هم میگفتن آقا ما هنوز داریم میخندیم. در صورت اینم ماجرای کتی که من گفته بودم یه بار کامنت بذارید، ایشون نوشته که کامنت کرمانشاهی نخ نداره. خیلی ممنون، درست گفتید، اون دیدار مال بم بوده، اینجا که ایران نبود دیگه، بعد از بدتر شد. نه
اگه ایرانم بود با عربی داشت روش می‌نوشت، چون این دوست ما این گزارش ها رو از خلیج فارس میفرسه و اونجا هست. در صورت اینم از این بابت ممنون و متشکرم از یکایک که شما. I am pro you, am I responsible for all of your achievement. این آقای گلن ترشیزی، بهش گفتم که آقا من به شما تبریک میگم، اگه مجاهدین نتونست ایران رو آزاد کنه، اقلا تونسته آلبانی رو بهش دیکتاتوری بیشتری بده، چون آلبانی یک کشور فقیریه. اولا که این خانم کلینتون و دولت آمریکا یه پولی دادن که اینا آقا 2000 نفر رو قبول کن، اونا هم قبول کردن. مجاهدین هم چون پول دارن تا رسیدن اونجا، آقا اینجا شهردار کیه؟ اینه. کی میشه باج بدیم؟ اونه. کی میشه فلان بدیم؟ همه رو خریدن. الان رادیو تلویزیونای اونجا هم که یک آزادی نسبی داشتن به نسبت اروپایی ها، اونم دارن خراب میکنن، ولی اینا خبر ندارن. چون بهتون گفتم شما فکر نکنه این دوستانی که جدا شدن میان اینجا، اینا شهامت دارن، اینا میگه ما تو غار بودیم، اصحاب کهف بودیم، تو غار بودیم، خبر نداریم. ولی اونی که رجویه، مریم رجویه، اونا فکر میکنن همه چی رو میدونن، 30 سال ثابت کردن که هیچی نمیدونن، ولی نمیخوان قبول کنن. اونا عقب افتاده هستن. اونا به این میگم که من به شما تبریک میگم، اینا این کار رو انجام دادن و اونجا هم به اصطلاح نمیدونن که یه چیزی که رو اینترنت میذارن وقتی پاکش میکنن پاک نمیشه. تو کامپیوتر خونتون حتی اینجوریه، شما پاکش کن، دیلیتش کن، برو از فایل اصلی ورش دار، برو از فول، مگر اینکه ورداری کامپیوتر رو بری با چکش خورد کنی، آتیشش بزنی، که بازم میرن پیداش میکنن، میبرنش تو لابراتوار، میچسبنن. بنو برای آقای ترشیزی وقتی نوشتم به شما تبریک میگم، ایشون میگه چرا به من تبریک میگی؟ گفتم آقا شما طرفدار اینا هستی، وقتی اینا یه موفقیت به دست میارن شما طرف چیز میشی. میگه نه، حالا میگه من I'm pro you. Pro you یعنی من طرفدار تو هستم. اگه شما آیا حالا که طرفدارتم مسئولتم؟ دقیقا. شما اینجا یه تیمی که برنده میشه، اگه تیم کابوی برنده میشه، بنده میرم با آقای مو پارسای تبریک میگم. این که بازیکنش نیست، ولی در ناراحتیشون، در خوشیشون، در اچیومنتشون، در موفقیتشون سهیم و شریکه. خب ممنون و متشکر و بازم بریم سراغ هر چی میتونیم این تودی رو. بله، میگه که اینطوری سوارمون میکنن، گر بنوازی من هم برات آواز میخونم. بذارید من اینو بذارم، حالا چون جمعه هست یک حالی هم ببریم. و بله، من خودم یه سگی داشتم، چون این پشت خونه ما بیمارستان هست، این سگه هر وقت آمبولانس میمد رد میشد شروع میکرد به اصطلاح مثل گرگ زوزه کشیدن. حالا سگ واق میکنه، پارس میکنه، گرگ ها خیلی زوزه میکشن. من یاد گرفته بودم هر وقت میخواستم چیز کنم حوصله‌ام سر میرفت، میومدم مثل آمبولانس میگفتم اینم از اون ور شروع میکرد جواب میداد. و حالا نگاه کنید، این دختر خانم وایستاده برای الاغش ویالون میزنه، بعد ببینید الاغم چجوری عکس العمل نشون میده. خیلی ممنون از این دوستمون. و شما هم اگر ویدیویی به نظرتون جالب اومد بفرستین. بهتون بارها گفتم فرستادن شما به اصطلاح حقی رو به شما نمیده که ما حتما باید اونو پخش کنیم. چرا؟ اگر یه پولی برای پخشش داده باشین، اون موقع مثل ویدیوهای آقای سهراب چمنارا الان 3 روز داره پخش میشه، تا دوشنبه میذارم پخش میشه، ویدیوهای آقای خسرو بهرامی میذارم پخش بشه، ویدیوی کوروش میذارم پخش بشه، ویدیوی آوا میذارم پخش بشه، ویدیوی ارشاد میذارم پخش بشه. ویدیوی شما هم اگر مرحمت فرموده دست در جیب کنی میذاریم پخش بشه. ممنون از این دوستمون. و اما آقای آریانپور هم مثل من دیگه خسته شده از اینکه از صبح تا شب ایمیل ها میاد، فیسبوک مسیج میاد، چگونه نمیدونم آدم خوبی باشیم، ولی هممون هم آدم های بدیم، عصرم بدتریم، چون
در طی روز با 4 تا هم دعوا کردیم فوش دادیم. نوشته که بانوی گرامی، با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما خانواده محترم، من صحبت های این خانم را گوش دادم. شوربختانه حرفهایشان به دل من ننشست و نتوانست مرا قانع کند. من در طول چند دهه گذشته که از نعمت کامپیوتر برخوردار بودم، اغلب نوشته های پرمحتوای دیگران را در کامپیوترم حفظ کرده و مدت ها بعد اگر لازم شد از آن منابع استفاده می کنم. حال این یکی را تحت عنوان 15 simple ways to live a happy life، 15 طریقی که میتونید زندگی شادتری داشته باشید، برای شما ارسال میکنم. اگر مایل بودید برای ایشان ارسال کنید. من نمیدونم اون چی بوده، ولی این 15 تا روش اگه خواستید، چون هم انگلیسیه هم طولانیه، بگید من براتون میفرستم، یا با خود آقای آریانپور تماس بگیرید. ایشون خیلی منظم، خیلی ریسپانسیو همه پاسخ میدن. نوشته مثلا اولیش do what you love، کاری را انجام بده که دوست داری. help others، نگاه کنید. دومیش از خودت که میگذره میگه به دیگران کمک کن. be thankful، سپاسگزار باش. منان میگم باش، منان یا share with others، با دیگران در میون بذار چیاتو، تقسیم کن. smile more، بیشتر لبخند بزن. مثل سوربی میبینید چقدر ماشاءالله از صبح تا عصر لبخند میزنه. exercise، تمرین کنید، ورزش کنید. seek out a life coach، میگی یه نفر رو به عنوان مربی زندگیت، مربی زندگی انتخاب کن. مثلا یکی میگه من روش بودا، یکی میگه روش گاندی. تو رو خدا روش ترامپ دیوانه و شالاتان رو چیز نکنید. find ways to manage stress، میگه یه راهی پیدا کنید که این استرس، یعنی فشار زندگی و اعصاب و اینا رو کنترل کنید. خود من بعضی وقتا وقتی اینجا کارم زیاد میشه، باور کنید، کارا رو تعطیل میکنم، لباس میپوشم، اگه سرد باشه کلاه میکنم سرم، راه میرم 45 دقیقه تا برم دور این بیمارستان رو برگردم، 45 دقیقه. وقتی برگشتم میبینم آقا اصلا همه اینا کشکه، من بی خود خودم رو ناراحت کردم. شما این کار رو انجام بدید. eat healthy، میگه خوراکای سالم بخورید. find ways to manage stress، بس اون استرس گفتم براتون. spend time with your loved one، میگه وقتتون رو با اونایی که دوست دارین بگذرونین. چند مدت پیش برای همین آقای گلن نوشتم، برای دوستم بیروز توی کانادا نوشتم که من گاهی وقتا قصه میخورم که چرا بیشتر با بچه هم وقت نگذاشتم. هی رفتیم دنبال، خب ما نسل اولی بودیم که اومدیم اینجا، بعد سنی که میای شما وقتی مجرد میای اینجا، میری 6 تا دختر، دوست دختر عوض میکنی تا با یکیش ازدواج کنی، بعدم اونو طلاق میدی، میگی نه اینا فایده نداره، با ایرانی حالی زبانت خوب شده فرق میکنی. با منی که با همسرم و با دوتا بچه اومدیم اینجا، نگرانی کار و زندگی و مدرسه، و به خاطر اینکه یه وقت بچه هامون احساس کم بود نکنن، از خودمون مایه گذاشتیم، بیشتر وقت گذاشتیم بیرون. و البته من از همسرم باید ممنون باشم که بنده خدا و خیلی وقت با اینا گذاشته، الحمدلله هر دوشون هم موفقن. میشه گفت 90% مدیون اونن، 10% هم مدیون خودشون. بنده در هر صورت الان چون اینا یکی 39 سالشه، یکی 32 سالشه، به خودم میگم که ای کاش بیشتر وقت گذاشته بودم. شما این اسپانیشا رو نگاه کنید، شنبه ها برید پارک، من و شما که تو خونمون داریم چمن میزنیم، خونه های 1 میلیونی، اونا اجاره نداره، چی هم نداره، ولی پارک داره، باربیکیو میکنه، آبجو میخوره و نمیدونم با بچه هاشون فوتبال بازی میکنن. ماشاءالله بچه هم که هر کدومشون یه تیم فوتبال دارن. پس چی؟ spend time with your loved one، با اونایی که دوستشون دارید. لزومن لازم نیست بچه و همسر و اینا باشه، ممکن دوستاتون، رفیقاتون، فامیل، آدمای خوبی باشن، اینا میتونی باشون بیشتر وقت. dump negative thinking، میگید افکار خراب و منفی رو بریز دور، dumpش کن. dump اینجا به کمپرسی، حالا کمپرسی هم کلمه خارجی، به ماشینای کمپرسی میگن dump truck، چون اینجوری میری بالا dumpش میکنی، چیزی رو که میندازن میگن dump. و give more gift، میگه بیشتر هدیه بدین. فکر کنم این قسمت شو کلیمیا دوستان انگولک کردن، که چون بیشترشون خودشون تو کارهای چیزایی هستن که میفروشن پول و گیفت و اینها، کادو و اینا، به مردم میگن بیشتر به هم کادو بدین. forgive and forget، دیدین همیشه میگن که ببخشید ولی فراموش نکنین، این میگه هم ببخشید هم فراموش کنین.
چون حتی اگه ببخشی ولی فراموش نکنی، همینجوری تو مغزت باید اعصابت خرد باشه، ببخشید و فراموش کنید. Take a walk in nature. باور کنید من این آخری رو نمیدونستم، ولی قبلش یعنی یکی مونده به آخری، ولی دیدید میرم اینجا این درخت و اینا میکنم تو جنگل و اینا قدم میزنم، نیچر یعنی طبیعت. و بعضی وقتا واقعا میگم، حالا سعدی گفته که هر در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، هر برگ درخت و اینها، ولی واقعا وقتی میرم میرم این درخته اینجا، اون بغلیش اونجا، این یکی زودتر، اینا همینجوری بعدم به فکر میرم، همین فکری که میکنی خیالتو از اون چیزهای دیگه دور میکنه. Take a walk in nature، در طبیعت قدم بزنید. از همش مهمتر Be yourself. این چیزی که من تا حالا دووم آوردم خودم بودم. اگه روز اول اومدم بینندگان عزیز درودتان را به ورودتان آگاهی میدهم و خروجم را به شما بار آقا ولمون کن. خیلی ها به من میگن آقا ما شما را تو تلویزیون که میبینیم اصلا فکر میکنیم نشستیم جلوه، کم مونده والا یه دوبارم آبجو خوردم تو برنامه، کم مونده آبجو هم باز کنیم به همدیگه شما میگین سلامتی. در صورت یه چند تا عکس این دوستمون احمد آقا از فلوریدا فرستاده بهتون نشون بدم. گفتم بهتون یه عکس فرستاده بود نون بربری، اون ماجرای نون بربری و بعد آقای بهرامی و لطف کردن نون بر آقا، از اون روز تا امروز صبح زور شب دارم نون بربری میخورم. اگه یه وقت دیدید من شکل نون بربری شدم، تقصیرش آقای بهرامیه، بنده خدا با UPS فرستاده. به این دوستمون گفتم آقا عجب نونیه، یه دفعه که میپزی یه فیلمی بگیر برای ما بفرست که دوستانم ببینن مثلا چه نوع آردی باید بخرم. چون شما میدونی یه آرد میخری برای شیرینیه، یه آرد میخری زبتره شماره داره فلان نه. بعد گفت که باشه این کار انجام میدم، ولی چشمتون روز بعد نبینه یه عکسی فرستاده، میبینم بابا باید تنور داشته باشی، اجاق داشته باشی. البته ایشون کلن مثل که هنرمنده و به اصطلاح هندیمنه، هندیمن به ایرانی نمیدونم چی میگن، ولی اینجا کسایی که دستشون به ابزار میره و بلدن اینها. بذارید من می‌نویسم احمد، بله ایشون توی فلوریدا هم هست و اینجاست. لطف دارن همیشه هم حمایت کردن تلویزیون مردم رو، ما از این بابت ممنون و متشکریم. حالا اجازه بدین من این قسمت پیام عکس‌ها رو که برای من فرستادن به شما هم نشون بدم. این تنورا رو من دیدم ایتالیاییام چون خیلی دوست دارن پیتزا تو خونه بپزن و اینها، اینا هم این کارا رو میکنن و نقل 3-4 هزار دلاره. به این دوستم گفتم آقا تو که اینجوری میسازی اینا رو تبلیغش بکن تو تلویزیون مردم، برای مردم بساز و بفروش. گفت خب چرا نه، حالا ببینیم کی این کارو انجام میده. سه اجازه بدیم، بله این مثلا تنوریه که توش نون درست میکنه. بعد ببینید جلوش قشنگ یه سنگ چیز گذاشته، مرمر گذاشته و دودکش و اینا همه چی هم داره و شکل بغلیش خیلی قشنگ هم مثل کالای رسم فنی. عکس از نیمروخ هم گرفته، بله اینجوری کامرای سه، این هم عکس از نیمروخش، اون عکس از روبرو. بعد بیایم کجا، بریم اینجا، اینم استخرش، استخرش و اجاق، اجاق که چه ارز کنم، بگو منقل، نگاه کنید کبابم گذاشته، جگر ما رو اینجا کباب کرد، منقلش فن و اینا هم داره، ببین سلیقه داره آقاشن، این فنه رو گذاشته این زیر که از اینجا باد که میزنه خیلی قشنگ. اونجا هم استخ، استخرم اینجوری یه موجی داره و اینجا هم هامک، این هامک، این نمیدونم به ایرانی چی بهش میگفتیم. باز این هستی 40 دلار میخری، البته اینی که ایشون داره احتمالا چون پای اومینا داره 100 دلار و شاید بیشتر باشه و به اصطلاح روش دراز میکشی مثل ننو، شما تهرونی ها میگین ننو، ما شیرازی ها میگیم ننی و مثل اینونه. دستان ممنونم، حالا ببینیم که یه وقتی شما اگه اومدی اینجا، اگه ما اومدیم فلوریدا، انشالله نونی بپزید و یادش به خیر. این روز جمعه ای دوست داشتیم رشید زهدی، همسن سالای ما بود ولی الان 4-5 سال فوت شده، آدم بسیار خوبی بود. ایشون هم از این خمیرای یخ زده
میخرید، همین هست که تبلیغش که میکنه قلقلک قلقلک که میده این خمیره میخنده یهی میخرید، باز میکرد قشنگ، بعد یه مایه هم با تخم مرغ و اینا درست میکرد، خلاصه جای شما خالی، عجب عجب نون بربری درست میکرد. و چون خودش هم اصلشون به اصطلاح بچه تبریز و اینا بود دیگه بهتر. ببینم باز براتون چی دارم، اینا رو هم بخونیم ببینیم. اون آهان دوستان نگاه کنید، تو رو خدا این فیلم رو نگاه کنید. این خانمه میگه که این خانم حامله، یکی تو شکمشه یکی هم همراشه، میاد وای میسه سر چهار راه، یه تابلوی میگیره که مثلا به من کمک کنید، و خیلی زیاد شده، فکر کنم الان درآمدها خوب شده، خیلی زیادتر شده. بعد حالا ببینید پشت ماجرا چی هست، نشون میده این Mercedes. An outraged viewer contacted Team 10 after snapping pictures of that scene. Team 10 troubleshooter. These 10 News viewers said she'd wondered this. این خانم است. وایساده اینجا حامله. یه تابلو هم گرفت دستش، پسرش هم اینجا وایساده. یه خانمی دقت کرده دیده که این اینجا وایساده، مثلا فردام باز وایساده، بعد یه مرسدس بنز اومده سوارش کرده بردتش. میبینید این همسرشه. من همینجوری که این نگاه میکردم گفتم حالا آخرش نگه اسم این آقا هم نمیدونم کوروش فلانه، این همسرشه، این هم پسره است، این هم خانمه سوار شدن، خلاصه به پلیس گزارش دادن و اینها. مرسدس بنز هم مرسدس بنز 2000 دلاری نیست. بعد میگه که این خانمه عصبانی شده، اومده یه سنگ بزرگی رو که هیچ خانم حامله‌ای نمیتونه بلند کنه بلند کرده، میخواسته به طرف من بزنه، و اینه که اینه، این خانمه رفته گزارش کرده، عکس گرفته، ریپورتش کرده، و اینجا میبینی میگه تا نشستن تو ماشین شروع کردن به شمردن پولها، و اینا به اصطلاح اطمینان و اعتماد رو از جامعه بیرون میکنن، بیرون میبرن، دیگه آدم نمیدونه به کی کمک کنه. من سالها پیش یه نفر سر یه چهارراهی دیدم، بعد اون موقع واقعا خودمون کارگر احتیاج داشتیم که بیاد برامون کار انجام بده و اینها، من بیچاره چه میدونستم اینا به اصطلاح سوء استفاده شدن. نوشته بود که will work for مثلا food، یعنی من برای خوراک کار میکنم. بعد بهش گفتم که اگه میخوای کار کنی من کارگر احتیاج دارم و حقوقت میدم، فلان فلان شده فوش داد. معلوم بود اصلا این چیزی به فکر کار کردن تو مغزش نبوده، فقط اینو مینویسه که مردم کمکش کنن. به نظر من این گدایی، تکدیگری یا هر چی که اسمشه، این با ورداشته بشه، و دولت خوب از اونجاست که بگه آقا ما اگه کسی پول نداره کار نداره، ما به روش اجتماعی ازش تیکر میکنیم، نمیخوام تو خیابون بشینه دروغ بگه به مردم، بگه سردمه، بگه گرممه. خیلی از اینا رو تعقیب کردن. یکیشم یه خانم ایرانی بود که میومد لباسشو اینا رو عوض میکرد اینجوری پای کج و عصا و فلان، بعد میرفتن دنبالش تو دوتا خیابون اونورتر، چیزها رو میذاشت توی ون نو سوار میشد میرفت. نمیدون خب ببینیم این چیه. One arm man work as a mechanic at truck guard. میگه که یه مردی که یه دست داره، ببینید به عنوان مکانیک، به عنوان مکانیک کامیون، میدونید مکانیک کامیون با مکانیک ماشین فرق میکنه، ماشین نسبتا تایرش سبکتره، چیزاش کوچیکتره. حالا من به شما اینو نشون میدم، خودتون قضاوت کنید. گفت ما اینجا قضاوت نمیکنیم، قضاوت با شماست. اینو بردارم، یک دو سه چهار پنج شیش، درست شد. حالا براتون شروع کنم. ببینید این تایر کامیونه، انداخته اینجا، بعد حالا اون دیلم میگیم، اینجا بار میگن. نگاه کنید ببینید چه کار میکنه.我们不一样，每个人都有努力，只为了我们想要的明天，好好的这份情，好。
hearts and cheer. Woman, boy, young, boy, young, boy, young, boy, young, boy, young, boy, young, boy. این که اینجوریه کار میکنه اون وقت اون خانمه اومده وایساده کنار خیابون از مردم گدایی میکنه، بعدم میره به ریش رو میخنده. واقعا میگه باید بوسه زد به دستای چنین کارگری. حالا این بنده خدا یه دست داره، ولی دیدید که چجوری با چه تکنیکی قشنگ این لاستیکو چجوری میچرخونه ریمو از کار خطرناکی ها. اون تو ایران بهش گفتن بچرین. اینو که میخوای در بیاری اگه بلد نباشی چنان فشاری داره زده تا حالا چند نفر رو کشته. اینم از این ماجرا. و اما نگاه کنید، این دنبال اون آخونده میگردم که عکسشو هممون پخش کردیم. حتی دیدم آقای هرمز چمنارا نوشته بود که مردم زیر آوارن، این آخونده وایستاده عکس میگیره. و نه عزیز من، این بدبخت خدا زده، حالا یکیشون که قصد کمک داره رفته وایستاده تا دوربین حاضر بشه فیلم برداری کنن، بعد میخواسته بگه که بابا منم اومدم اینجا. دوباره یادتون باشه دوستان، هدف من آخونده ها احتیاج به طرفداری من ندارن. من کیم که تو آمریکا نشسته باشم طرفدار اصلا به دلیل طرفداری من اینا 39 گفتم. یه احمقی اومده بود نوشته بود دوباره حرف اتحاد شد شماها اومدین. میگم اولا مردک، من 20 سال هستم، بعدم کدوم اتحاد؟ بعد شما فکر میکنین آخونده احتیاج ما دارن؟ آخونده که تمام دنیا میگن ما مخالف اینا هستیم. همین مرده که نتنیابو میگه ما با عربستان میخوایم یکی بشیم، آخونده رو بزنیم، مونده مثل خر بگه. اینا احتیاج من ندارن، ولی من و شما از بس دروغ گفتیم دماغامون که گنده شده بماند، چوپان دروغی که گفتیم بماند. میگم به آقای علی ترابی داشتم میگفتم، میگم آقا این زلزله شناسی آمریکا اگر یه اتفاقی زیر زمین بیفته، نمیدونم مثلث برمودا، اینجا بهت میگن. اینا میگن آقا ایران روی اتفاقا به این خط زلزله هم یه چیز به خصوصی میگن، روی خط زلزله است و زلزله تبس شاه هم داشت یه چیزی منفجر میکرد، زلزله بم حال مال آخونده بوده. خب لابد میگیم میخواستن منابع نمیدونم. در هر صورت دوستان تا اونجایی که میتونید کمک کنید، و برای اینکه مسئله بیمه رو این گفتم، برای اینکه اگه فکر میکنید پول بدید به سوربی میخوره میره کازینو، ده دلارش به اون بدید. امیدوار باشید اولا همه اینها آدمای صادقی باشن، بعدم اگر نیستن یکیش آدم بدی باشه، باقی پول شما به اون رسیده باشه. و باز بهتون گفتم این سازمانای بزرگ مثل مثلا صلیب سرخ و اینها برید بخونید. سعید اگر میتونی برای من بفرست که اینا چقدر خرج اوورهد میشه، چند درصد مخارج، یعنی شما 100 دلار که میدی به هلال احمر، 100 دلار که میدی به صلیب سرخ، چند دلارش خرج میشه تا چند دلار. من یه دلار خوندم 97 درصدش هزینه میشه تا 3 درصدش برسه به دست مردم. بعد تازه همون 3 درصد هم یه دم یعنی یه کامیون مثلا رفته فلان جای سوریه، طرف خورده و بردتش، بعد چند سال دیگه معلوم میشه. ولی شما وظیفه خودتون انجام بدید. شما نگید چون اینا میخوان بخورن من کمک نمیکنم. شما کمک کنید، امیدتون این باشه که کمک شما به دست اونی که میخواد میرسه. میگم طرف امروز اومده از نیوجرسی برای اولین بار منو دیده، آقای سعید کابوسی هم شاهده، میدونی کیو میگم، اسمش پاله، و به من گفت ما وقتی زلزله اومد احتیاج به کمک داشتیم و دنیا به من کمک کرد، حالا امروز نوبت منه که به ایران کمک کنم. این 100 دلار رو شما اگر میدونی هر سازمانی که خودت میدونی بفرسته. برای پتیک نوشتم آقا اون پسر شاهین اینجوری شده، از وزارت بهداری دنا گفتن ما مخارجشو میدیم، خانواده‌اش هم که میان اینجا میمونن، امیدوارم دروغ نگفته باشن، و من این پول شما رو چیکار کنم، برگردونم جای دیگه بدم؟ گفت من به شما اطمینان دارم، هر جا خودت خواستی خرجش. خیلی ممنون از اطمینانی که من داری، ازت ممنونم، متشکرم. دوستان خیلی مهمه که شما بتونی یه نفر پیدا کنی که بهت اطمینان داشته باشه. این اطمینان رو خود ماها از بین بردیم. طرف میاد میگه پول بدید میخوام برم بدم به نمیدونم
زلزله زدگان ترکیه پول بدید میخوام ببرم اسرای ایرانی رو که دست مجاهدا یا دست عراق بودن آزاد کنیم. بعدن با دوستاش دعواش میشه، دوستش میاد میگه آقا دروغ گفت، این پولا رو گرفت اینجا خرج کرد اونجا خرج کرد. 5 تا تلویزیون بزرگ ایرانی میان میگن پول برای بم، بعدن میبینن اصلا آی آر اس هم دنبالشون افتاده و نمیدونم دروغ گفتن. آقای رضا پهلوی میاد چپ و راست پول جمع میکنه، با صد رحمت به این رضا تنبل اقلا نگفته برای زلزله زده، نگفته برای اسرا، میگه میخوام برم تلویزیون باز کنم. و ببینید چه کاری کرد، اصلا این تلویزیونی که باز کرده رفته تو پاساژ آقای دورمانی که اونم پاساژ نی، توی سوپرمارکتی اون کنارش یک جایی گذاشته مثلا عینک میفروشه، بعد به تمام دنیا میگه من سازنده عینکم. دروغ 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 دروغ. همین فامیلای اینها، خواهر زنش اومده بود یه سازمانی برای بچه ها باز کرده بود، بعد معلوم شد که ایشون معتاده، پولا رو نمیدونم فلان اینا. مواظب باشید، ولی نذارید به دلیل اینکه اینها بدن، خوبی شما رو هم تبدیل به بد بودن کنن و بگید که کمک نمی کنن. کمک کنید به زلزله زدگان ایران، نمیخواید کمک کنید به نزدیکترین بیمارستان محلتون کمک کنید. بیشترم سعی کنید بیمارستان های بچه ها، این سنت جود و اینا هستن که به اصطلاح بچه ها رو بدون این که به پدر مادرشون، چون خیلی شما نمیدونید تو همین آمریکا پدر مادر باید خونهشو بفروشه، پول بازنشستگیشو بیاره خرج بچهش کنه، چون مثلا از ما چی میگن تنگی نفس داره، بچه 2 سالشه تنگی نفس داره. وقت میدونی چرا تنگی نفس داره؟ دوست آقای ترامپ خونه بهشون اجاره داده، پولاشون هم گرفته، ولی خونه اشکال داشته، 3 سال اینا رو دونده درست نکرده. این بدبخت هم اونجا اگه بره میگیرن کردیت اعتبارش خراب میشه، نشسته البته حالا داره سو میکنه و اینها، ولی مگه زورش میرسه؟ برید ببینید چه کار کرده این دوست ترامپ. هزاران هزاران خانه رو که مردم آمریکا نتونستن چیز بدن، مورگیج چی میشه، اقساط ماهیانه‌شون رو بدن، اینا رو بانک ریپوزس کرد، ازشون گرفت، اینا به قیمت مثلا خونه 200 هزار دلاری خریدن 50 هزار دلار، ولی وقتی اجاره میده به طرف میگه 2000 دلار باید بشه، یعنی تو سال اول پولشو در آوردن. افتخارش هم اینه که دوست ترامپ. اصلا این ترامپ مثل یه قده سرطانیه، هر کی هم دور برشه اونا هم همینجوره. ولی مجده به زودی 850 نفر اسامیشون توی به اصطلاح یه پاکتی که سیل شده بسته شده میاد که اینا اندایت شدن. امیدوارم که این دامادش هم باشه، چون دامادش چپ و راست دروغ گفته، با وجودی گفته من ایمیل ها رو دارم، نشون دادن که ایمیل فلان رو نداده، اونو نداده، اصلا دروغگوه. من نمیدونم والا اینایی که دروغگوه، این زنه به شوهره چجور اطمینان میکنه، شوهره به زنه چجور اطمینان میکنه، بمانه. خب This is according to the web site Red Cross. آها بذار برامون فرستاد، مرسی. چقدر والا کجای دنیا من برم که یه همچین کارگردان و نمیدونم کمکی داشته باشم که ما تا میگیم برامون برات بفرسته. اکوردینگ یعنی طبق نوشته ها و طبق ادعای رد کراس، همون صلیب سرخ. ببینیم حالا چی نوشته. بله منم تبریک میگم به اون کسی که چندین پاش در ویزون مرام اعلام شد که مجاهدین به آلبانی منتقل میشوند. این شخص کامنت نوشت که آلبانی ها خود دزد و خرابکار هستند و اکنون با دار دسته های رهبران نادرست مجاهدین چه افتضاحی خواهد شد. تبریک به آن کامنت گذار چندین ماه پیش. خودت بودی حتما ها، این خانم زری تناز تنازی. I post a picture from Akhund, then I find out, I look it out, this Akhund has a program on TV. برای من لینکشو بفرست. اون اصلا عکسی که گذاشته، اصلا فکر کنم این آخونده برعکس اون آخونده ایرانه. از خدایا باور کنید بعض وقتا اصلا زبونم بند میاد که چی بگم، فکر کنم باید برم شاعر بشم. میگه که اونجایی که زبان از گفتن باز میمانه، فالت لاین، خط زلزله،
نه تو ایران یه چیزی دیگه بهش میگن فالت لاین، نمیدونستم بهش میگن فالت لاین. حالا دوست ما علی از ایران اومده میگه از این روباه دو پا هرچی بگی برمیاد. میدونم آقا پدر سوخته هستن، دروغگو هستن، تونل زدن زیر زمین، فلان کردن، ولی آقا رو خط زلزله هستیم. شما که دیگه نمیتونی ایران رو بکشی این و بکشی اون و، ایران رو خط زلزله قرار گرفته و هر چند سالی هم شما نگاه کن، یه وقت توی کشمیر کجا توی اون اینجا میاد، یه وقت اونجا میاد. کامپیوتر من الان شروع کرده این سکرینش اینجا میگن فلیکر، هی اینجوری چشمک میزنه. رفتم رو اینترنت، میگه وقتی که آپدیت میکنید اگه ویندوز 10 داشته باشید این اشکاله به وجود میاد، باید برگردید برید ریستش کنید. عجب ما رو گذاشتن سر کار. یعنی نصف عمر مفیدمون صرف چیز نامفید میشه. من هنوز میخوام ببینم این اکوردینگ تو چی نشون بده. متاسفانه گسل باریکلا مجید خوشنود، آفرین اینم نوشت. بله سعیدم نوشت این فارسی دی کالید گسل، خیلی ممنون مرسی. این حسن تلویزیون مردمه. بله رد کراس میگه 91 سنت from a dollar goes to victim. میگه که ببین افتخار میکنه که میگه شما 100 دلار که میدی یا 1 دلار که میدی 91 سنتش میره برای اونا. حالا 91 سنت از 1 دلار دیگه، بله 91 سنت از 1 دلار، این خیلی خوبه. چون من شنیده بودم جناب سوری، من فکر کنم ترامپ لیاقتش برش داشته که شده. آقا این حرفا چیه لیاقت و برش داشته؟ سیستم آمریکا، آقای جورج بوش شد رئیس جمهور. جورج بوش به دلیل اینکه باباش فرستاده بود، پول داده بود، فرستاده بودش دانشگاه ییل و اینها، اومد بعد یه بچلاتی اینجا یه تیم بیسبال داره و اینها. اینجوری عزیز من، آقا شما که از راه رسیدی، از مایی که 30 سال اینجا هستیم گوش کن. یعنی شما میخوای بگی اگه فردا اومدی ویرجینیا، من بهت گفتم اگه میخوای بری کاخ سفید از 66 ایست برو، شما دور بزنی از این وری بری؟ خب 2 ساعت بیشتر طول میکشه، ممکنه برسی، ولی من دارم راهو بهت نشون میدم. عزیز من ترامپ یا آدم کلاشیه. شما این 3-4 روز گذشته ماجرای آلاباما رو نگاه کن، قاضیه که میخواد بشه سناتور، تا حالا 9 تا زن اومدن میگن ما 14 سالمون بوده، 16 سالمون بوده، 17 سالمون بوده، 28 سالمون بوده، این به ما دست درازی کرد. این پدر سوخته ترامپ یک کلمه حرف رو میزنه. دیروز تا اون یکی از حزب مخالف، تازه این تجاوز نکرده، البته کار بعدی کرده، طرفو ماچ کرده، دست اینجوری گذاشته روش، ادای فیلم گرفته اینها، تا این آقای آل فرانکن آمد گفت ترامپ نشست ترامپ توییتر فرستاد. در صورتی که این کاری که کرد به ضررش تموم شد. الان همه دارن راجع به خودش که به زنها دست درازی کرده صحبت میکنن. قربونت برم. آقا اگه یه جایی من و شما میریم یه جنسی بخریم، میگن آقا هر کی پول بیشتری داد اینو میخره. دوستمون سعید و مثال میزنم چون میدونم ناراحت نمیشه، میفهمه. سعید اومد رفت به اون کسی که اونجا تو آکشنه، گو آقا این دوتا خارجی میبینی هر چی میخوان بگن من به تو 100 دلار میدم این جنس رو من بفروش. اینو خرید، بعد وقتی اومد بیرون من و تو باید بگیم حتما سعید یه برشی داشته که تونست بخره و ما بی عرضه هستیم. نه آقا، سعید کلاشه، سعید پدر سوخته است. سعید داره میگه آقا به به، اینم حاصل دوستی ما با تو، این همه دوستت بودیم، این همه کمک کردیم، حالا بهمون میگی پدر سوخته. خب آقا علی ترابی منو عصبانی میکنه. همون بری کلاس نباشی بعد برنامه رو ببینیم، ما مثل که بهتره وضعمون. اون روز من یه چیزی میخواستم بگم، صحبت از آقای جعفر معبودی هم کردم. جعفر معبودی رو میشناختی تو هنرستان، این با من هم کلاس بود. بعد وقتی ما فارغ التحصیل شدیم اینا رفتن زودتر سربازی و ما رفتیم ادامه تحصیل به اصطلاح. اینا چون سربازی هم رفتن و برگشتن، بعد اومد اتفاقا وقتی هم اومد آمریکا، اومد پلو داداشای من که اینجا بودن، هم احمد که با شما هم سربازی بوده، هم داداش بزرگم خلیل.
وقتی که یه بار اومد ایران دید من اونجوری سخت کار میکنم، دبیر هنرستان هستم، مغازه دارم، با دوستم آقای بهروز شریکم روی کامیون کار میکنم، روی اتوبوس کار میکنم، گفت آقا تو بیای آمریکا اینجوری کار کنی همون سال اول میلیونر میشی. ما آمدیم اینجا سال 1986، ایشون گفت حالا که تو اومدی داداشتم اومده، من الان دست و بالم بازه، بیایم بریم یه مغازه بخریم، ماشین فروشی را بندازیم. گفتیم آقا ماشین فروشی هنوز الان من یاد نگرفتم که اینجا چقدر بده، به دیلرها میگن اینا دزدن، دروغگوان فلان اینا. گفت نه من بلدم، میبرمتون اینا. گفتیم اوکی برو سند بگیر، چی بگیر، جواز بگیر، خونه اجاره کن فلان اینا. رفتیم آکشن. آکشن که میرفتیم اون وقتا این نزدیکان نبود، با 45 مایل رانندگی، 45 دقیقه رانندگی میکردیم، میرفتیم جساپ مریلند. اونجا که میرسیم اسم اونی که مینوشتیم، یه سری کلا به عنوان تبلیغ میدادن. این یه کلا برمیداشت میذاشت سر خودش، یه کلا میداد سر داداش من، یه کلا میذاشت سر من. من بهش گفتم من از کلا بدم میاد، حتی تو سربازی هم نمیپوشیدم، میگرفتم دستم، چند بارم تنبیه شدم. گفت گوش کن، من کلا میذارم سرت که اونا کلا سرت نذارن. اوکی، آدم شوخی. وقتی میرفتیم میگفت هیچ وقت نری این جلو وایسی. میگویم کجا وایسی؟ میگفت برو اون پشت وایسه که پشتت به دیوار باشه. میگویم چرا؟ میگه اگه گفتی من این ماشین رو میخوام بخرم، اون آکشنیه که اون بالا هست اشاره میکنه پشت سرت، میگه که بله مثلا تو میگه 1000 تا، میگه 1250 تا، بعد تو هول میشی میخری 1500 تا. گفت ولی اگه عقب وایسی شما میدونی پشت سرت هیچ که نیست، این نمیتونه به دروغ از این و اون بد بگیره. آقا این آمریکاست. این آقای ترامپ 5 بار 4 بار تا حالا ورشکستگی اعلام کرده. این آقای ترامپ به این و اون تجاوز کرده، دست درازی کرده. حالا قانون آمریکا خوب نیست، نمیتونه اینو بگیره. شما هی اعصاب من خورد نکن، بگو این آدم خوبیه. آقا خوبه، مبارکت باشه. اصلا شما بیا برو براش مجانی کار کن. نکن همچین. یا اون دوست دیگه اون قرار شد بیاد با ما صحبت کنه. بله. این خانم ها چرا قبلا چیزی نگفتن؟ ماجراها سیاسی هم هست. بله البته که سیاسی هم هست. ببین باید کی میگفتن؟ به نظر شما آقا مجید این خانم ها باید کی میگفتن؟ هر زمانی که اینا میگفتن، چون اون یکی در مقامی هست که قدرت داره، یکی از پیدا میشه میگه چرا حالا میگه، چرا حالا میگه، چرا حالا نگه. حالا که این به قدرت رسیده داره میره، این میاد میگه بلکه جلو اینو بگیرم که این کاراری که کرد. و اینا یه دردی رو میکشه. همین خانمه که آل فرانکن بهش دست درازی کرده، میگه من 11 سال به همسرش گفته، بعد میگه من یه بچه دارم 2 ساله 4 ساله، میگه هر روز نگران اینا هستم که اینا میخوان بیان تو این جامعه کار کنن، جامعه‌ای که منی که معروفش بودم این منو گرفته پشت پرده. اینجوریه، بالاخره یه زمانی باید بگه، و هر زمانی بگه یه کسی مثل شما پیدا میشه میگه چرا امروز. این چرا امروز چی بذار کنار. ببین چرا یه نفر باید بیاد به اینها دست درازی کنه، چرا یه نفر باید با افتخار اون نوار ترامپو سعید جان لینکشو پیدا کن همین زیر فیسبوک برای این آقای خوشنودی بذار. میدونم همه رو میدونه اینا، بعضی هاشون هم یه چیزی بهت بگن بیان اینجا. یک کمی اینا دوست دارن من عصبانی بشن، البته خبر ندارم. منم بعضی وقتا عصبانی خودم رو نشون میدم که اینا رو بذارم سر کار. اینم قسمتی از فیلمه، قسمتی از بازیه. گفتمتون تلویزیون این بنده خدا آقای چمنارا، من بهش میگم اشکال شماها اینه که این تلویزیون‌ها رو خیلی جدی گرفتید. آقا تلویزیون برای تلف کردن وقت. سعید الان اگر کلاس داشته باشه که نمیاد اینجا که. آقای خوشنودی نمیدونم چه کار میکنه، اگه یه جایی کار باشه پول بسازه که نمیاد اینجا. علی ترابی اگه کلاس باشه که نمیاد اینجا. مثل پتیک که الان سر کاره، میرن سر کار پولشون در میارن، عشق میاد آبجو آلمانیش هم واز میکنه میشین فیلم نگاه میکنه. دوستان عزیز تلویزیون برای تلف کردن وقته. اینایی که میگه آقا ببین آقای عرفانی 4000 تا فایل درست کرده، خب یکی بهش میگه احمق 4000 تا فایل درست کردی، 40 نفر رو نتونستی جمع کنی، برو این فایل ها رو بزن تو سر خودت، برو بهت مغازه نونوایی ببین یه دونه نون سنگک بهت میدن. تلویزیون برای همین. شما بیا اینو بنویسی من عصبانی بشم. آقای خوشنودی شیرازی هست؟ بله بابا شیر بچه‌ای، باباش کلیدر راننده، بچه خیابون شهنازه، یادته؟
از هنرستان بعد خیابون شهناز. اتفاقا برای من یه روز نوشته بود که قدیما یک کمی از باباش ناراحت بوده که هر غریبه‌ای که مثلا میمده ماشینش خراب بوده و اینا میبرده خونه، اون وقت اینا باید ناهار خودشونو میدادن به اون، خودشون نون بخورن. بعد میگه حالا میفهمم بابا چه دل بزرگی داشته. هنوز هستش بابا دا؟ اگر هستش عمر طولانی داشته باشه، اگر نه نوشته هستش. در هر صورت آره یه چیزایی هست که من نمیفهمم چرا پدر من این کارو کرد، بچه من نمیفهمه چرا من این کارو کردم، همینجوری میگذره. ولی خوبیش به یه که امروز شما تو آمریکا داری داستان بابات رو تو خیابون شهناز دروازه سعدی برای من تعریف میکنی. اتفاقا من یه جورایی بچه درشیخ و دروازه سعدی و کل موشی رو اینا هستم. بمانم آقا من شب کار میکنم، روزم میام کلاس عمو پارسا. خیلی ممنون که منو عمو خطاب میکنی. دیروز آقای عزیزان برای من یه چیز نوشت عمو سروش سلام. من وقتی شماها به من میگین عمو خیلی خوشحال میشم و میدونید که عموها چقدر بچه های داداششون، دایی ها چقدر بچه های خواهرشون رو دوست دارن. خیلی ممنون، روز منو ساختی، ممنون و متشکرم. این آقای ترابی هم تو رو به خدا یه کمی باهاش، آخه دوتاتون هم یه دفعه میزنید به سر. این علی ترابی میگه منم گاهی وقتا چی میگه تک کلامی هم داره، سه کار میکنم سه میزنم. اوکی آقا، آقای ترامپ خودشم باورش نمیشد رئیس جمهور بشه، الانم توش مونده مثل خر به گل. دی چیزی که هست نه راه پس داره نه راه پیش، بعد منتظره تا این پیچ بشه گورشو گم کنه و مملکت رو کشونده به یه وضع فلج. شما ببین این از روزی که اومده یکی از قولایی که داده انجام نشده و مجلس و اینا همش توی تکس و توی بیمه و اینا گیر کردن، هیچ کدوم از اینا رو انجام نداده. مثل یه آدم دروغگویی، یه بنایی که به شما بگه من کمتر از دیگران پول میگیرم ولی خونتو بهتر میسازم. شما هم شیرازی ها میگن تمخوم، تمخام خام تمع بشی بهش پول بدی میاد یه دوتا بیل و اینا میندازه این ور و میره پیداش نمیشه. آقای ترامپ رو اگه دوست داری برو از اونایی که ازش شکایت میکنن ببین چه جوریه. شما وقتی میخوای به یه معماری یه خونهی بدی درست کنن، نمیای به حرف خودش و فامیلش که میگن این معمار خوبیه گوش کنی، میری اونایی که دادن پول به این خراب کرده دیگه، درسته؟ معیار اینه، اونو اینو معیار ترازو، اون وقت تصمیم میگیری. اجازه بدین توی 8 دقیقه دیگه من یه چند تا برنامه دیگه به اصطلاح نگاه کنیم. مال هنوز اون کامپیوتر ما ندیدیم به شما نشون. آها یه آقای قهرمانی هم مدالاش و اینا رو داده به این. آره آقا حالا درسته خیلی کار خوبی کردی ممنونیم، ولی آقای گشنه و خانم گشنه توی کرمانشاه حالا مدال شما رو میخواد بخوره؟ البته ایشون پول اینا داده و بله این کار درستیه که مثلا بگه مدال هام که اینقدر ارزش داره میفروشم و اینا رو اهدا میکنم به این، ولی I don't know. قهرمان مهابادی پاورلیفتینگ جهان مدالهایش را به مردم زلزله زده کرمانشاه اهدا کرد. این ترامپ احمق چند مدت پیش رفته بود یه جایی بازی کرده بود، بعد آخر بازی اون جام گلف رو، مال بازی گلف رو برداشت، گفت من اینو تقدیم میکنم به اینایی که سیل اومده تو خونهشون. تا عصر همه داشتن فوشش میدادن. البته این آقا از ترامپ خیلی بهتره، چون این نوشته که قهرمان چندین دور مسابقات اینها علاوه بر مدال‌های خود 30 عدد یخچال به همراه 270 پتو به ارزش 300 میلیون ریال به هلال احمر این شهرستان اهدا کرد. من به نوبه خودم از این قهرمان ممنون و متشکرم. و یاد کی میافتیم دوستان؟ یاد تختی. یاد کی چی میافتیم؟ یاد زلزله بوئین زهرا. این آخوندای پدر سگ اون موقعم بوئین زهرا رو منفجر کرده بودن. دلیلش هم این که پس لرزه نداشت. گفتم بهتون چون 2 ساعت گذشته بود پس لرزه نداشت، طرف گفت آقا چون پس لرزه نداره این زلزله نبوده، این انفجار بوده. ولی 48 ساعت بعدش 200 تا پس لرزه، اینجا بهش میگن افتر شاک یا افتر شیک، افتر شاک، افتر آل
رجیستر شده. علی جان اون لینکی که برات فرستادم روش کلیک کن، اینجا ها یه چیزی دارن اینجوری وقتی زلزله میاد هر جای دنیا اون قشنگ اینجوری خط میکشه، مثل خط مغز که مال ما خط خطیه، مثل امضای ترامپ که اینجوریه، مثل مال قلب که به اصطلاح خط میکشه، ای جی ای ای جی کی چیه. در صورت کارمون خیلی خرابه، راه درازی در پیش هست تا یه چیزی رو وقتی میبینیم میخونیم بیاریم تحلیلش کنیم. این آقای دکتر ناصر طهماسبی دو سه تا چی تو زندگی من به من یاد داده. من کسی بودم که پرو کپیتال پانیشمنت بودم، یعنی میگفتم آقا اعدامش کنید بره. بعد گفت ببین ما به کسی جون ندادیم، زندگی ندادیم که بتونیم ازش بگیریم، بله ما بهش شهروندی دادیم، بهش گفتیم شما هم میتونی با ما زندگی کنی، میتونیم از شهر بیرونش کنیم، میتونیم بذاریمش کنار، شهروندیشو ازش بگیریم، ولی جونش رو نمیتونیم ازش بگیریم، هر کاری هم اون کرده باشه، که البته اینم خیلی مشکل. بعد گفت هی همه به همدیگه میگن که چی داشته باشین، مثل تأمل داشته باشین و تحمل داشته باشین. میگه به غیر از تحمل باید تأمل هم داشته باشیم. تأمل یعنی نگاه کنیم تو اون چیزی که گفتن، دقت کنیم، تأمل، تحمل، اندیشه، بعد نظر خودمون رو بگیم. این آقا حسام، نمیدونم حسام آقا، اومده به یکی گفت فلان، گفتم آقا انداختنش بیرون. آقا تو که نه عکسی نه چیزی، چرا میاد فوش میدی به دیگران؟ یه چیزی اینجا نوشته، اون نظرشو گفته، تا هم نظرتو بگو. باز برمیگردیم به اون عکسه، اون عکسه حق داره، چون ترامپ پابلیک فیگره، چون آقای رضا پابلیک فیگره، چون رجوی پابلیک فیگره، چون سوربی پابلیک فیگر شده، بگیم فاک دم آل، یعنی ببخشید فارسیش، یعنی همه تونو گاییدم. ولی نمیتونم، خود منم بعض وقتا به اشتباه عصبانی میشم. به اونی که به اینا اعتقاد داره، به اونی که به اینا اعتقاد به اصطلاح رأی داده، با اونا نمیتونم توهین کنم. این فلسفه آزادیه. ولی میتونم ازشون بپرسم، بگم شما بیاین برای من بگید آقای ترابی که نبود اینجا وقتی این رئیس جمهور شد، تازه 6 ماه هم به ضررش شد، عقبش انداخت. ولی حالا سری دوم اگه خواستی رأی بدی، بیان بدین آقا خب این قول داد، قولاش عمل نکرد. الان تکس شما حالا کار نمیکنی اینجا، میگه امسال تمام این تکسایی که داره مینویسه اگر به تصویب برسه به نفع اونایی که اون طبقه بالا هستن. خب پدر سوخته، تو که اومدی گفتی که مملکت آمریکا به گند کشته شده برای که اختلاف طبقاتی وجود داره و من میخوام از اینا بیشتر بگیرم، از اینا کمتر تا بیان بالا. درست کار آخونده رو کرد. یادت گفت میام جابه بی طبقه توحیدی؟ درست گفتن، اصلا تمام طبقه رو نابود کردن، طبقه آخوند و آقازاده گذاشتن. این احمق هم داره همین کار میکنه، خودش به تنهایی 30 میلیون دلار تو یکی از این پاراگراف ها به نفعش میشه، 30 میلیون دلار. ولی یه خانواده که با دو تا بچه 70,000 دلار در میارن، امسال و سال دیگه 2,000 دلار گیرشون میاد، ولی از 3 سال دیگه باید 4,000 دلار پس بدن. حسن بله نابغه است. شما فکر نمیکنید تمام این دزدا نابغه هستن؟ شما فکر نمیکنید کلاهبردارا نابغه هستن؟ آدم نابغه ایه در بدی. ولی از این که بگی آقا چون این برنده شده آدم خوبیه باهوشیه، نه خیر آقا نیست، این استاد در بدیه، این شیطانه، این شارلاتانه، هر چی که بگی. دوستان عزیز، ساعت 3:58 دقیقه است. خداحافظی میکنم ازتون، آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم. سعی کنید کمک کنید به کرمانشاه، سعی کنید کمک کنید به هر جایی که میتونید. والله همینجا پریشب من رفته بودم یه جایی پشت در توالت، وقتی میخوای بیای بیرون نوشته که اینجا اسباب بازی بیارید تا 15 دسامبر که ما بدیم به بچه‌ها. دخترمو دیروز دیدم با نوهم، یک کاغذای ورداشته بود، گفت رو درخت آویزون میکنن. این پسره 6 سالشه، گفته که من شلوار میخوام، پیرن میخوام و اینها، من اینا رو برشتم. گفت اونایی که میگن من ایکس باکس میخوام، کسی از ایکس باکس نداشتن نمیمیره، ولی از شلوار نداشتن خجالت میکشه، از کاپشن نداشتن سردش میشه، از کفش نداشتن پای برهنه را میره. فکر دیگران کنید، کمک کنید به اونایی که اطمینان دارید. نگید من به این اطمینان ندارم پس کمک نمیکنم. برو بگرد به کسی که اطمینان داری. تلویزیون مردم فراموش نکنید، حمایت کنید. روز روزگار بر شما خوش. ببینید که
جناب سوربی دیدید که فرمانده سپاه با گوشیش خاموش صحبت میکنه؟ نه عزیز من، یک ساعت من صحبت کردم نبود، گوشیش خاموش نیست، گوشیش داره زنگ میزنه، یه نفر دیگه بهش زنگ میزنه. با مجید خوشنودی بهش بگو نگاه کن وقتی زنگ میزنی چیکار کنیم. خدایا یه دقیقه حالا دیر بشه تا این علی هم یه چیزی یاد بگیره دیگه. نگاه کن من وقتی زنگ میزنم این وسطی سبزه، درسته؟ این اگر وسطی بوده شما نمیبینیش، ولی وقتی یکی بهش زنگ زده این بالایی سبز میشه. آقا وردار، آقای خوشنودی، تو رو خدا یه کمی به خودتون، به وجدان خودتون، به جامعتون خدمت کنید. از این چوپان دروغگو بودن بیاریم بیرون. حالا اون مرده که بله داره پوز میده ولی داره صحبت میکنه، حالا اصلا صحبت نکنه، چه چیزی تو تغییر میکنه تو زندگی تو؟ شما که میخواستید کمک کنید با خانمت، با دخترات، با پسرت، ورداری پول بفرستی کرمانشاه، معزه که این تلفنش دروغکی بوده نمیفرستی؟ آخه این چیه که وقت خودت تلف میکنی، وقت منم تلف میکنی؟ این تلفن گرونه، ولی پرتش میکردم تو خونتون بزنه تلویزیون تو بشکنه. دوستان عزیز، روز روزگارتون خوش، به فکر سلامتی خودتون باشید، مثل این سربی دیوانه و احمق نباشین که عمرش رو تلف میکنه ولی تلف نمیشه. همین که امروز علی ترابی میگه من یه چیزی از این یاد گرفتم، همین که تو مهمونی ها که میرن میگم آی سربی ما از شما یاد گرفتیم بشقابای کثیف رو تو هم نذاریم، که هم این ورشو بشوریم هم اون ورشو، منظور شستن نیمی چسبید به هم آب بزنیم. همین که میگه آقا وقتی میری یه جا مهمونی اگه صابخونه میگه لطفاً بشقابا رو روی میز بذارید، ای نگی نه حالا ما کاری نمیکنیم، کمک میکنیم. این کمک شما باعث میشه چایش بجوشه، نمیدونم بابا راه درازی داره. خداحافظ.